میگه بفرمایید سوال اول. ولی سوال جوابوری کردیم. سوال جوابوری کردیم. ایشون هم با برنامه پلنشون گفتن. من نمیدونم برای چی دوباره ایشون اومدن. ما دیروز با ریستارتی صحبت کردیم. حتی اونا گفتن که آقای مومو اصلا صلاحیت صحبتش به ریستارتی نداره. ریستارتی چون ریاست ریستارتی واقعی نیست. ایشون گفتن. ولی ایشون اومدن میگه اونا واقعی نیستن. حالا من چیکار تقریبا چی اینجا؟ چی واقعی اینجا؟ اونا به ما چی میگه پس که ما رو ولش کن. حالا منطقه من شما رو ول کنم الان. شما هر جور سلام می‌رسید ولی شما در دومه دیروز نتایجی که شما می‌گرفتی بر پایه گزاره هایی که اون چه اشتباه ما چه نتایجی دادیم شما گفتن که نتیجه مثل عرفان و نمی‌دونم سوفیسم و انسان کامل رو خیلی خوب آقا به من گفته شده شما صلاحیت در اظهار نظر راجع به سنسور ندارید. شما تو اینکه مگه پایه‌اید مگه شما تو پایه نبود ولی شما تو پایه اید. شما کجا می‌دونید شما تو پایه نبود؟ برای من خفنم و مطالعه دارم چه چی دارم. ما هم که خفنم. نه شما گفتید دنیای الان من برات معرفی کنم. چه کجا هستید؟ شما دیگه چه جور نمره هستید؟ الان چه جور نمره هستید؟ یک مفخیل خفنم. خیلی خفن. شما چرا با کجا میدید؟ شما مدرک کجاست؟ میتونید در مورد چون دارم خیلی قوی هستی ولی بقیه موارد نادر نتوانید. در مورد چه چیزی متوان هستم؟ در توضیح این مسخره بازی که برای گفتید 2025 صبر کنیم و اصلا رو چونم کنیم آخر سر. خب این یه پلن ما بود، یه پلن تو پلن داشتیم، یه پلن شده بودی صحبت کنیم. یه پلن نداری که تو چون نره اصلا آخر سر؟ بله بله بله. چند سال خیلی عزیز من شما متوجه هستید که پایان این گفتگو ما آخرش میگیم هیچ به چون ایشون اصلا آدم نبود که باشه. اینو متوجه هستی که فیوتایل افورت یعنی بی خودی ما داریم کارو میکنیم. اینو من فکر نمیکنم واقعا بی خود باشه. اتفاقا در گفتگو ما مطابق غلیظی نبود. آقای کوروش ایشون داره تواضع میکنه یا خفنه توی ریستارت؟ من احساس میکنم ایشون خفنه با توجه به فعالیت های دو سال گذشتهش در کلاب هاوس. اینا دیگه دیروز خودمون اومدن یه خانومه بود اومد یه آقا هم گفتن متاسفانه پیلی استارتیا در کلاب هاوس دو دسته هستن. یه دسته هستن با رهبریت امیر مهدی که دیروز با شما صحبت کرد و دسته دوم با رهبریت مومو. اونها میگن که مومو ریستارتی نیست. مومو میگه که اونها ریستارتی نیستن. نه مومو خفن تریده اما آن چیزی که ما در دو سال گذشته دیدیم مومو برنامه تلویزیون ماهواره‌ای در شبکه یک شهرام همایون داشته و در مورد ریستارت صحبت کرده. سخنگوی ریستارت آقای مانی مجد در شبکه یک شبکه شهرام همایون صحبت کرده. آقای سید محمد حسینی لیدر ریستارت هم در شبکه یک صحبت کرده. پس ما اینطور میتونیم نتیجه بگیریم که مومو اصلح تره با توجه به فعالیت هاشون. یکی چی شبکه صحبت کردن اونها در کلاب هاوس هر هفته دو سه تا اتاق میذارن اما متاسفانه جایی که حسینی رفته رو میگم جایی که حسینی رفته امیرم رفته شبکه یک کار نمیکنه. نه شما باید بگویید من خودم معرفی کنم چی؟ من کجا؟ من رو چه سوال با شما صحبت کنم؟ من حرف نمی‌زنم. شما پست درست کردید ویدیو منو از رسانه برداشت کردید تو ویدیو بعد دیگه نمی‌شناسم. پست درست کردید واسه من. یعنی عزیزم من توضیح کوس خارت. من دارم میگم این مرو کوروش الان توضیح داد که رسانه‌ای که آقای حسینی رفته شما رو قبول داشته. اوکی من رو اوکی خود رسانه آقای حسینی به اسم کانال پسونیو عکس و فیلم های من اونجا موجوده. خب بلد نبودی اینا رو بگی؟ نه بلد نبودم اینا رو بگم. بلد بودم اینا رو بگم ولی چون که از تعریف کردن از صوت من اشتباه باشه ثابت. من دارم همین مسخره تو اومدی تو تمام قدرت رو من نشون بدی و تواضع می‌کنی. ما لقب می‌زنیم خارج. تو نیست. نه نه من تو خارج چیکار می‌کردی این مدت؟ من خودم خودش اثبات کنه یه مقدار برای من ناهمگونه. شما بگو چون من واسه خود رنگی بشی که قشنگ‌تر بتونی اثبات کنی. اگه دیگه یه کلمه بگو کوروش قشنگ‌تر حرف زد. من از کانال میخوام یه بام بگم. سوال پرسیدم از شما بعد بریم جلو. شما یه عکسی واسه کانال مسیح النجات عکسی رو چسبونی به آقای خمینی که از اوتومبیل میاد پایین و اینو در کانال گذاشتی با این مضمون که یعنی فهمای کلام شما اینه که گویی فرانسه دارید خمینی دیگه ساله. درسته به یاد معنی اون عکس نه معنی اون نبود شما بخندم خود. چه مفهومی وجود داره در اون عکس؟ عکس آخری منو دیدی که با گوشت بز باشه اینا لوکیشن میدن اون مضمونش چیه؟ ما تو هم بحث جنسی و که حالت خیلی خوبه. شوخی هم من اصلا آدم حسابی نیستم که. خب باشه شوخی باش. شوخی هم داشت مفهوم نافته است دیگه. خب همون تو بز باشی رو می‌بینی بکنم تو اون خانم کپل داره میاد بالا این مفهومش اینه. آها اوکی. از آقای اسکپتیک میگه که فرانسه دوباره داره خمینی دیگه صادر می‌کنه. یعنی چی؟ یعنی امکان داره که انقلاب مصادره. مگه ایشون نگم مگه کلش مگه ایشون نگم متوازی. چه فکوس کشه من چه متوازی؟ من کجا گفتم متوازی؟ طبق گفته های شخصیتی کاراکتری به نام اسکپتیک مردم بعد از مومو فرار کنن چون مومو خیلی خطرناک و خفنه. آقا من چی گفتم فرانسه داره خانم اصلی علی نژاد صادر می‌کنه. شما گفتید که سوالی که پرسیدید جواب منو منعکس کردی. جوابتون رو منعکس کنید. شما حالا شوخی کردن بخندی. در شوخی شما چه چیزی نگفته بود؟ شیر خر نگفته بود. میخوای بکنم تو جونت؟ بله. همین چیزی شما میگی نگفته بود. همین چیزی شما میگی نگفته بود چیز خر. خب نشون میده در همون در همون شوخی نشون میده که یک طرز یک پیامی وجود داره در بحث که آقایی آقای مجنون داره کمدی دیگری بساده. بسیار. بله. حالا مناظره همینه که من ثابت کنم. نه. من برم. من یه اتاق دیگه دارم برم. چرا تو نگران شدی؟ من غیرم به خودم. ماکرون مجنون نبود. اگر اجازه بفرمایید ریستارت رو فعلا چون دیروز هم در موردش اتاق داشتیم ما هم صحبت کرد. فعلا ریستارت پس دیروز جوابمون رو گرفتیم از آقایون ریده شد بهش مجاب دیگه قرار نگرفتم شو جواب بده. من احساس میکنم جناب اسکیپتیک تعریف های شما دیروز بسیار ضعیف بود. اون بهش اون بهش بریم راجع به ریسارت چیست
ریاست جنبشی هست که 7 8 7 ساله توسط آقای حسینی برای مبارزه با جمهوری اسلامی تأسیس شده و ممبرهای در داخل و خارج از ایران داره، سخنگو داره، قبل قوانین اساسی صحبت شده، شامل دو بخش از عرفانی و سیاسی که من راجع به بخش عرفانیش چیزی نمیدونم چون اصلا لبتی نداره برای کنج خون است و مسائل عرفانی که داره یک سری شاخصهایی در گوش هست که یکیش بحث‌های قانون اساسیه و بحثی که پیوند میان مردم و حاکمیت و فرم و محتوای حکومت، یعنی اپوزیسیون سیاسی، اپوزیسیون ریاست. در مورد اپوزیسیون ریاست من با شما صحبت می‌کنم بعد در مورد این چه اوفای پای کار خوب بود و من میگم که این اپوزیشن نوع براندازی شما از نوع قهری است یا غیر قهری است؟ قطعاً قهری است. قهری است. خودتون گفتن قطعاً غیر قهری است. پس شما الان چیکار قهری است؟ آره اینو که توی اون قسمت خالی میچنه بعد آخر سر و پا رو چیز میکنن قول مرو گیر زدن نکنه یعنی زدن نکنه پس اصلا دبیره اصلا نمیاد اینا شورای امنیت این جمله رو گفته بفر در کالیفرنیا از اسمش نگفته بفر در کالیفرنیا هست بشه اینا وقتی که گفتم بزنن خانواده های ما رو حتا بزنن تا سرحد مرگ شما بخیر خیلی بسیار ممنون میگاش زیبای تو زیبای آفر بعد گفتی که پلنتون اینه که فعلا میگه که مردم برگردن خونه الان شما این به فالنی گرفته که مردم خوشحالی میکنن چون که همسویی و با دولت دارن و میگن به حزب دولتی برگردن خونه اینو فهمید شما دو تا پلن وجود داشت من یه پلنشو گفتم یه پلن دیگه هم آقای حسینی برنامه‌ای دادن به این بحث اعتراضات که اگر مردم که اگر 50-51% مردم خارج جمعیشون رو بخواد ایشون از نیروهاش میخواد که همین بحث حزب رو در پی بگیرن حزب یعنی همین مسئله که من به شما گفتم یعنی طرف مورد شوکلات پیش کرد بسیار پس الان دو تا طرح داری یا بریم خونه یا شوکلات پیش کنیم بله شوکلات پیش کردن اینکه بارم گفتم یعنی خرد جمعی جامعه به رهبری آقای سید محمد حسینی بخواد که ایشون رهبری این بله میخوان نمیخوان بله کدوم پلن مردم نخواستن مردم 50% نخواستن پس یه پلن بیشتر نیست برگردید خونه من دوست نخواستم منم باید نمیخوام مثلا فردا که نمیان یعنی پس فردا امکان فشار جامعه مدنی زیاد بشه فردا یا فردا خیلی بعیده آقای کوروش شما احساس میکنید که فردا 51% مردم بگن حسینی به تاج سلمو شو حالا یه مالک 6 ماه بکار خیر زمان و تبلیغات نیاز داره و یک مقدار پس الان امروز یا فردا تا یه هفته دیگه پلن اینه که ملت برگردن خونه درسته بله از برگشتن خبری از اعتراضات دیروز فراخوان تمامی کلا برگشتن امروز شادی میکنن دیگه شهر شهرش کرده شده رفته باشه تمام برام آیا دیروز بعد از فراخوان آقای رضا پهلوی مریم رجبی تمام اینترنشنال نفر داخل خیابان نمیدونم به نظر میاد کسی به اونا رو زیاد حساب نمیکنه برای همین بوده که تا به حال کسی فراخوان نمیاد یک از مشکلاتی که باشه پیدا کرد اپوزیشن پیدا کرد دیگه کسی حرفش نمیکنه عدم سماج جامعه مدنی عدم اینکه فقط بخواد فراخوان آقای اسماعیلی می اومدن بیرون خیلی حیرت انگیز و پردم شیفته که اساسا آقای اسماعیلی داخل بله بله ایشون داره توضیح میده شما اجازه بدید نکته بزنم بچه‌ها ادامه بدید مثلا یکی از فراخوان آقای عثمانی هم سر جهان بود که اون همه جا بود اصلا که من بیام فراخوان بدم میگن حسوده خب بعدش هم فراخوان بدم یه وقت نگیره اون موقع بیچاره میشیم که هم میگن حسوده هم میگن جواب نده خیلی داغون میشه بعدم سکوت کرده بودن حالا میگی آقای فرزاد پهلوی من خبر نداشتم میگه کار کرده خب دیگه اصلا بود کرده یه نکته بگم ببینید اسمی برای خارج از کشور تونستی خیلی همانگی انجام بده البته ایشون هم کارش بازی کرده اگه با دوباره فراخوان بده من فکر نمی‌کنم مثلا جواب نمیده دیگه من فکر نمی‌کنم مثلا تیپ بندی میشه مثلا تورنتو شما فکر نمی‌کنم یه خبر سر شده آقا ملت نمیاد یه ویروس شده نه من دارم تو خودم بوده ایران نرمالیزه چی بود عادی میشه دیگه عادی میشه دیگه چند بار این تظاهرات حالا بعد داشتم که بس الان فعلا برنامه‌ای که بریم خونه درسته من در طول هفته روز گفتم اجازه به جای نمیرسه بریم خونه دیگه میبینید برید خونه هفته دو روزه داری میبری خونه اینا نمیرن رفتن دیگه کم میشه رفتن خودم در حال حاضر یعنی قرار بود آدرس سید شهدا برسه برگردن حالا 7 روز 68 روز 69 روز دیگه اون عددش گیرنده دیگه پس الان جواب دادی همه گفت الان تازه داره جواب میده نه دیگه من روز اول آینده رو دیدم چیک میرن خونه به نظر تو در آینده این یواش یواش بشه خیلی تند مثلا دو ما دیگه دو سال دیگه حتی بورد تیم نه نمیفهم زمان بره حتی بورد تیم ملی و اگر ایران بتونه کار بزنه من میشم که اعتراض میشه 0 بله بله من قبول دارم اعتراض نه ولی شادی مردم برای تیم ملی کاملا افزایش پیدا میکنه همین امشب احتمال زیاد وجود داره امشب بریزن بیرون شادی کنن اتفاقا خاطر توییت بزنم من خواستم توییت بزنم که پچی شد دماغ یارو خوب شد این زودی برای شادی میکنین آره مردم از گاون دیگه مردم گاون گل میخورن خود بتونی گل میزنن راه بدن تیم کس خورن یمش بچو بزن کاملا پیش بینیه ولی به این معنی نیست عزیزم که فکر کنه مردم الان طرفدار رژیم شدن خیلی بچه گل از شما نه نه من نگفتم طرفی من میگم که خوشحالی بیاد شوق بیاد گویی یک تعامل ذاتی پیش میاد نه اساس انقلابی که من پیشنهاد میکنم شادی رو بزن به دختر بازیه اساس اون چیزی در جامعه هست مگه هست نیست اساس تجمع و ازدحام و شلوغی و شادی در خون ایرانیانه نه اونجا اسکیپتیک پیشنهاد میکنه دلشون که در خیابان هست مگه خون و خوش و خوش رو آتش زدن نبود امام حرومی نبود بوده حالا من خواهم خواهم عروسی بیارم تو خیابان اشکالش نه اگه برش کردونم میخوام مردم همه بیان بزنن مقابله بدن بلکسک من با این موافقم چی با قم موافقه آخه چه کسی غیر از ایرانیان سخیف با قم موافقه از مورد دعوت جامعه ایرانی آدینس ایرانی دیگه بس بعد این جامعه نصف بپیچیم خود خام پیچیدن دیگه بیرون بزن براس رو سریع بردار بیا 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 بی
خواهش می‌کنم که این کارو عملی کنید. خدا دارم میگم به خود گوش نمی‌کنن برفون. خب گوش نمی‌کنن، آدینس گوش نمی‌کنه، دیگه دوباره پاپ شاید می‌کنی اون حرف. تو چی تو آدینس گوش می‌کنه؟ من آدینسم گفتم آدینس مگه بیشتر حرف من موجه‌تره که تو میگی برگرد خونه، اینو نمیرن خونه. ولی من میگم یه چهار دفعه میگم قابل برو برو میان. نه موجه بود که شما در از روز اول آقا به حضرت عباس چهار اول که قربت برم. من که بوز کدوم چونیام. ولی اگر چهار روز دیگه بگم قابل برو برو میان ملت باحاله. بریم پیک نیک. شما در طول این 60 70 روز که با هم حرف می‌زدیم مخالف این بودی که ما میگه شاتگان کنی بله اسمونه. بله مخالف به دو علت. یکی که شما به گو می‌خوری شاتگان کنی حرکت مردمی رو. دو اینکه بعدو گوش نمی‌کنن بهت. اینکه معلوم گوش نمی‌کنن که نمی‌شه گذر مناسب گوش نکنن. من تاکید من شما در خیر خب من یه مشکل دارم که گوش نمی‌کنن. ولی شما دو تا مشکل دارید. شما پرو بی‌تربیت هستید برگردید. به صورت بی‌تربیتی در اگر من جون مردم نشه. گو خوردی مگه دل جون مردم بیشتر از خودشون می‌سوزه؟ بله. یکی بچا بودم یه. عزیزم اون که کدوم یکی از اینا که مردن وقتی رفتن بیرون اونا بریم ان شاء الله ببینیم امشب. یه نفر شما ببر. نه نه گوشم اینو. گفت نمی‌گه هیچ خری نمی‌گه. الان همین دختره که مردن بزن یه ساعت بعد باشه تا 6 روز گریم بره. ساعت بزن. ببینید. نه نه اینکه آیا میتونسته بمیره یا نه اینکه آیا میتونسته بزنه تو مغزش چه میدونه زنده تو مغزش که نه آیا احتمال مرگ رو میدادی میرفت بله شما میدم اینو باید احتمالی از ماشین بزنه زیر خار مادرتو بگاد یا نه چرا میدونم میخوای بله احتمالش هست اما چرا میدونم میخوای میگم احتمالش هست دیگه چرا میری بس اجازه بدید چون احتمالش خیلی کمه آفرین اینا میگن چه شعار میدیم احتمالش کمه چون خری به تیر بزنه سر مادر چهار کنه احتمالش خیلی زیاده که الان برام بله بیشتر هست بله بیشتر بیشتر هست احتمالش ولی دیگه مرگ که نیست که آره چه کنی میخوری مرگ فوقش میگیرنمون فوقش میگیرن مرگ نیست ولی 90 درصد مرگ بنابراین اون مرگ احتمال مرگ بله از نونوایی بیشتره ولی اینجوری که بیارین مثلا از یه دهم میشه دو دهم نه نه از یه دهم میشه هشت دهم هشت دهم بالاخره یکم نشده حتی ما تو صد جا داریم اوکی ولی این باعث میشه که من به اونا بگم برگرد خونه و حتما درست نه شما باید ریسک رو بپذیرید برای رسیدن به این هدف هدف بدون ریسک مگه وجود داره ریسک قابل قبوله اگه این جمله من اشتباه باشه باید گوش کن اگر ما چه ریسکی رو میپذیریم ریسکی که تجربه از مرگ نه ریسکی که بیارزه برای ریسک کردن بیارزه دیگه میری خب واقعا دو تا دلار فرار میبریم نه اگر یه چشم انداز روشنی داشته باشه آینده روشنی داشته باشه بله نداره نه با چشم اندازش حتما تیره تر از الانه پس نباید برم چرا عزیزم برای میره تو دره باید بپره بیرون ببین نمیشه من میگم ایستادن شما میگه وایسید به فرمان آقای حسینی بپره حرف شما اینه من در ولی امر نمیگم به فرمان آقای حسینی آقا آزادی نگو شکلات پیچ کنید همون جایی که شکلات پیچ کنه آقا خود شکلات پیچ هم ممکنه بشه نمیشه نشه خودش نه اصلا با مردم کار نداره آقای حسینی نیرو داره مرد بعد از این رفت حال آقا نیرو داره دست 96 نیرو داره تقریبا میگم همون 400 نفری که فخر آور برده اوکراین اونا رو میارن نه 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 بابا من الان عکس روزنامه های عربی رو میذارم پروفایلم که بسیج کشته شده دست 96 دست داده کشته شده عکس رو میذارم پروفایلم این پروفشنال اساسینا کی هستن عزیز دوستید نیرو داره آقای حسینی دست در طول 7 سال نیروهای در داخل و خارج داره چالش بسیار زیادی رفت بگو مادر قبل همین الان بفرست خامنه‌ای رو بگو دیگه نه 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 به خاطر همون عکس مسیح نجات که توی کانال گذاشتی دزدیدن انقلاب و گرفتن مطالبات زیر رسانه‌های زیر شخصی که رسانه بعد بعد از حسینی بعد از حسینی ما خیلی بازی داریم فقط حسینی یعنی آقای حسینی شما محمد حسینی یا هر اپوزیسیون دیگه رهبری انقلاب رو به عهده بگیره خون بده انقلاب بکنه و فردای انقلاب امثال همین هایی که شما فرمودید بیان انقلاب رو بدزدن برای همین باید برنامه‌ریزی دقیقی در موردش بشه چون اصلا جنگ قدرت و جنگ بین گروه‌ها و احزاب که نداریم تنها چیزی که ایران رو میتونه نجات بده یک قانون اساسی درست و حسابیه وقتی که ما قانون اساسیمون درست و حسابی باشه دیگه فرقی نمی‌کنه که مسئولیت این رهبر داشته میشه یعنی آقای رضا پهلوی من رهبر نیستم الان آقای اسماعیلی میگه من هماهنگ بله اونم از بوزلی شده از بوزلی شده اساسا براندازی یعنی قهریه و یعنی مغز ترکوندن و یعنی شکلات کردن براندازی یعنی این دیگه تعارف نداریم که یه مدل براندازی داریم که قهریش کمتره یعنی که فشار وارد بکنیم که خود آقای خمینی آقای خمینی بیاد بگه چی بگه آقا یه رفراندوم تغییر رژیم بذاریم بودی کمتر نمیکنه ولی میگم تنها راه کم هزینش اینه اوکی ولی بقیه راهاش پر هزینه است که قمر کش کشتار و برای اینا خودت چرا نمیمیری خودت چرا کامپنسیشن نمیکنی برای اینا ریپ تیرش آره ولی بعد اون باید یه دفعه بکشه میگم شما برید بمیرید تا من بیام شاه بشم کلا کلا از اینکه چند ثانیه چرا حرف نمیزنی با من گوش کنی بخوایش کنم ازت با من گوش کنی ببین جواب تام صورتت میگی اما شما سمایان بسیجیانی که در خیابان ها هستید 48 ساعت فرصتی است که اپوزیسیون میلیونی ریاست به شما میدن به خانه های خود باز کردید و خیابان ها را رها کنید در غیر این صورت 120 نفر از بسیجیان و سمایان رو خواهیم کشت فرمانی است که آمده است کسانی که شامل کشته شد یکان میخواهند بود فقط بسیجیان و سمایان نیستن به خانواده های آنها در خانه ها هم دفن کرد هر بسیجی و سپاهی که به خیابان میآید باید بداند ممکن است که همان لحظه همسرش در خانه به آتش کشیده شود این یعنی براندازی آیا بیشتری از اینه این یعنی براندازی
ما اینو میخوایم. ما میگیم آقا جان این رهبر آیا آقای رضا پهلوی حرفو زده؟ جالبه، بلازم جالبه. ولی اینکه میگه همسر بسیج رو با آتش بکشه، مدام بی انصافیه. و نکته دیگه اینه که نه همسرش دیگه، بابا همسرش در خانه با آتش بکشه، میگه بی انصافیه. آقا منظور دل بالی نکشید، دیگه غلطه. نه بعد همسر بسیج رو در خانه با آتش بکشید. ولی میگم آفرین. از کجا اومدی؟ خیلی مهمه برام بالا بررسی شده. دستوری است که اومده. حالا ببین چند دقیقه گفته. در همه ادامه فایل میگه. همیشه آقای حسینی اینجوری صحبت میکنه. یعنی دستوری که اومده داره خودش دستور میده. اگه خواستی نمیاد. اون میگه دستوری من صادر کرده ام و مثلا کلام یکم نمیشه بعد خالی بود. و این اتفاق باعث کشی شد. ما به این نتیجه میرسیم از 120. ما به این نتیجه میرسیم که چی؟ که ایشون به ریسورس کشتن رو داره. اوکی؟ من خودم با اینکه هیچی نمیچم. ایشون از سیاست بلد نبودم. دو سال پیش 4 سال پیش توی فیک بودن دانشگاه برکلی. یه پروژه‌ای داره که ربات های پرنده مثلا 10000 تا 100000 تاشو میفرسته تا بخاله میکنه. میرن یک منظم زنبورن کوچولو. میرن میخورن تو پیشونی اون فرد. دوربین دارن همیشه دارن جی پی اس دارن. من اگه پولیش داشتم میکردم خودش شاهده. رهبرم نمیخواستم بشم. حالا اگر ایشون ریسورسشو داره چرا نمیفته خامنه‌ای بکشن؟ چرا بخود گفتم بهت ببین اول که 120 تا 120 تا 20 تا 20 کشته شدن و بعد دیگه متوقف شدن داستان روزهای عربی زدن که 20 کشته شدن آذری جهانی کانال تلگرامی مال بس وزیر ارتباطات نمایندگی و نشریه امنیت این همین صحبت رفت اونجا با صدای لرزون که یه عالمه کالیفرنیا دستور قصد اون ما رو داده ما داریم عوض میشیم یعنی همه فایل ها هستش اما اینکه آقای حسینی چرا دستور نمیخیاد به ما میگن میگن خو یه نیرو داره میکشه این حرکتو انجام میده از مردم دفاع میکنه و مردم از این چیزی بهتر از ندارن اما آقای حسینی میگه آقا من اگه قرار بیام کاری انجام بدم برای چی دارم انجام میدم برای خیرت مردم این مردم باید دور از خیرت برسن چرا دور رضا پهلوی خط بزنن اصلا نجات خط بزنن هر ایسوگی خط بزنن میگم حسینی تو تمام نجات بخش ما رهبر ما هستی بیا امور به دست بگیر در مورد فردای انقلاب من میگم چرا اگه منم بیام بگم فردا همه بگید من اسکپتیک بیاد بقیه رو خط بکشی خیلی ناجور نیست برای شما دیکتاتوری مصلحه دیگه دیکتاتوری مصلحه دیکتاتوری از کجا میدونی مصلحه عزیز خود وقتی شما نگاه میکنید به قوانین اساسیش نگاه میکنید چیزی برای خودش نمیخواد در آینده میخواد پادشاهی باشه بخواد قانون اساسی باشه ایشون میگه اگه من نباشم فایده نداره به دزدنش من میگم اگه من نباشم چهار روز فردا ایشون میخواد سیستم ارائه بده منظورت اینه که فردش مهم نیست سیستم ارائه بده اگه بخواد سیستم ارائه بده کوروش اول و انسان کامل داستانش چیه خب این اشتباهی یه آدم میاد اینجا که قاسم سلیمانی براش خط قرمز یه آدم میاد اینجا اصلا قوانین ریاست رو نمیدونه شما فکر کنید ریاستی من تعریف ریاست رو شما گفتم شما دو بخشه یکی عرفانیه آقای حسینی هیچ نقش اجرایی در این سیستمشون که ارائه خواهند داد میگه نه فقط اون اساسی فرق باشه کوئی صحبت کرد من هیچ کاری در آینده ایران فقط اون اساسی خیلی خوب و حالا وایس پس انقلاب بشه بعد وسط کار بیاد بدوزه انقلاب اون چه نمیده بدوزه نه دیگه من تو مصبا نیستیم چه اشکالی داره مگه ایشون دیکتاتور صالح نیست اسم میگه لاشکور این کار مگه ایشون انسان کامل نیست نه خیر کجا گفتی مگه ایشون واسه نیست ایشون مگه واسه اون سرش نه عزیز دلم آقا کی گفت برنامه آخرش نگاه کنید خواهش میکنم میگم میگه من بسلم کوروش اول چیه کوروش اول آقا ما به کسی که همانند آقای کوروش در زمان هخامنشیان با همون قوانین اساسی بخواد قوانین رو به مردم کوروش کبیر به خاطر قوانین اساسیش نبود به خاطر خودش آقای حسینی به چه خاطر معروف بخاطر خودش به خاطر قوانین اساسیش نه ما از خودش یه پسوسه خونه حالا من این تصویر شما رو نمیپسندم که شما خودت آقای حسینی شما دارید میفرمایید بیان شما دارید میفرمایید آقای حسینی خفن ترین آدم رهبر انقلاب رهبر بعد از انقلاب ولی هیچ کار است من این تصویر شما نمیفهمم به خاطر که ما عادت کردیم کسی که میاد چیزی رو در برعهده میگیره باید حساب داره منصبش ما اینجوری از ذهنمون چرا خودش میگه منصب نمیخوام این ناسازگی شما رو من درک نمیکنم عزیزم میگه من منصب نمیخوام آقا مردم فردا میگن خیلی خوب بیاد بذار مردم الان انقلابشون رو بکنن تو رو هم آموزش بده سیستم چجوری ایمپلمنت کنن نه این اشتباهه این شما چرا مثلا این میمونه که بگی این ماشینه توش بنزین نیست آب ریخته یه ذره توش بنزین نه ایشون منافع این گزمی تصویره یعنی میگه من منافع شخصی میخوام ولی منافع شخصی نمیخوام این زشته این حرف اینجوری میگه من منافع مردم رو میخوام من منافع مردم رو میخوام اما به شرطی که مردم هم منافع خودش رو بشناسن این منافع چون چیه آقای حسینی منو برام جوری درست قبول کنن نه میگه منو قبول کنن نمیگه سیستممو خب قطعا اگه قانون اساسی مامور قبول کنی مامور قبول کردی دیگه خودت متوقع خودت خودت فکر کنم اولین باری که این تناقض رو میفهمی اگه من حفظ کنم اسکی من حفظ کنم نرفت میزنم از آیا ایشون مهمه یا قوانینشون قوانین اساسیش مهمه چون که قوانین اساسیشون اون 20 اون نیروهای خفنی که داره بفرسته به مردم سری آموزش بده نمیکنید بیاد اینجا توی کلاب اسکپتیک با من صحبت بکنه من با آدینس میگم آدینس من خیلی بچهای فعالیت به همین اول که نیروهای خفنی چی رو آموزش بدن نیروهای خفنی باید باشن که بس سیستم آموزش بده سیستم تو برنامه داده آقا برنامه داده نه بیا برام پرواکتیو باشه البته فعالیتش 100 درصد بکنه هر روز داره در کانال یوتیوبش فعاله شما نه بیا اون کار قبلی رو همیشه میکرد بیاد اضافه کنه تو کانال منم بیاد آقا اگه نیا یعنی ملغاست نه ایشون عزیز ایشون اعتراضش اینه که منو محلم نمیدن نه اصلا اینجوری اعتراض ایشون نیست تمام رسانه‌ها در دستان چپ و دموکرات هاست مهم بله. پلیسی خودش رو دارن بله بنابراین الان با تلاشش مضاعف می‌کنه علاوه بر کانال یوتیوب خودش کانال من بیاد کانال کوروش نیاز نداره نیاز نداره باید مگه نمیخواد سیستمش رو به ما نشون بده عزیزم اجباری نیست آمدن قوانین اساسی آقای حسینی اجباری عزیزم مگه ایشون مصلح نیست مگه ایشون مصلح نیست باید اجبار کنه دیکتاتور مصلح یعنی اجبار نه عجب گفتی دیکتاتور مصلح یعنی سورکی بکنی تو مغزش اجازه بده عزیزم اجازه چه اجازه بده کوروش این استدلال این مرد اذیت می‌کنه من فرستادم که دستم نبزه بگم دو دیکتاتوری مسلم وجود داره یکی که مردم میخوان دیکتاتوری مسلم برام خدمت کنه و اون اصلشو بیاره یکی که نه اون دیکتاتوری مسلم خودش میاد به زور وارد عرصه میشه مثل رضا شاه دیکتاتوری که خودش وارد عرصه شد ولی مثل شاه اسماعیل اول این رو مردم خواستن پس دو دیکتاتوری مسلم وجود داره آقای حسینی از نوع دومشه میگه مردم منو بخوان تا من بیا قرار خرد مردم افسش میده باز دولتی چیزی تو مغز آره میگه ادعونی استجب لکم ها تمام شد تا همینه بود اونی همینه من بخوام مثلا اسانیاتون تموم شد واتساپ چک کن واتساپ چک کن در مورد دیکتاتوری هم که فرمودید حق با شما این اسکیپتیک دیکتاتوری دیکتاتوریه وقتی که شما دیکتاتور هستید دیگه به حرف مردم گوش نمیکنید اون چیزی که تو مغز خودتونه رو پیاده میکنید حالا این مسئله من متوجه نمیشم این عدالتی من دیکتاتوری یعنی عدالتی عزیزم
اجازه بفرمایید. من اجازه دارم که 30 ثانیه حرف بزنم. شما نمی‌خواید زاویه بگیرید. گفتید من زاویه چی من نظر شخصی خودم میگم دیکتاتوری دیکتاتوری مسلم و غیر مسلم نداره. دیکتاتوری که تصمیم میگیره چه بلایی سر مردم میخواد بیاره. نظر شما راجع به دیکتاتوری چیه؟ بپرسید. هیچ مردمی هم علاقه به داشتن دیکتاتور نداره. آقای مومو اجازه بفرمایید. اجازه بفرمایید 30 ثانیه میکروفونتون رو ببندید. مردم الان 43 ساله هزاران هزار کشته دادن. الانم در 70 روز گذشته کلی جوانان در 80 ما کشته شدن. ما تو خیابون میگن مرگ بر دیکتاتور. حالا این دیکتاتور رو بندازن بیرون، یه دیکتاتور دیگه بیارن اسمش هم بزنن دیکتاتور مسلح. اگه قرار خون بدیم یه دیکتاتور رو بندازیم بیرون، یه دیکتاتور دیگه بیاریم، خب همین دیکتاتور رو داریم دیگه، بهش میگیم جون مادر مسلح. البته یه چیزی حد وسطی هم وجود داره گوشا، بهش میگن assertive leader، یعنی که رهبر مقتدر. اوکی، که میگه بگه کسی که به اقتدار داره، عقب نمیشینه، خجالت نمیکشه، رو دروسی نمیکنه، از حق دفاع میکنه، میگه این بهتره. تمام تلاشش اینه که تمام جامعه رو آموزش میده، میگه این درسته. مثل کاری که من اینجا میکنم، میزنم تو سرتون، میگم این درسته، و طرف میگه راست میگه، این درسته. واقعا هم دوست ندارم این درست باشه، ولی این درسته. مثلا میگم زنای ایران به درد کردن میخورن، خیلی بده این حرف، خیلی بده این حرف. میگم ایرانیو بزن بسیار میپاشه انسانو، ولی بعد که میرم فکر میکنم میگن راست میگه، باید تغییر بکنیم. آتاریو یعنی چاکی بیدار میکنه، این دیکتاتور نیست، این اسرتیو لیدر هست. به طرف دیگه از مامو جان یه سوال ازشون بپرسم. مامو جان استیج مان شما بابا اسکیپ چیه؟ اجازه بدید مدیرم 30 ثانیه بعد از حل سوال. آقا دیکتاتور مسلم نداری از 20 من سوال میخوام بکنم ببینم آیا نمونهش همونیه که من متوجه شدم. آیا اسکیپ نظرتون در مورد حسنی مبارک چیه؟ چه من بود مطالعه زیادی ندارم راجع بهشون، ولی به نظرم بیشتر مردم پدر بزرگ ملی بوده. بعد از تقریبا چند روز اعتراضات که مردم اومدن بیرون، فکر کنم دو سه نفرم بیشتر کشته نشدن، ایشون خودش رفت استفاده داد و حتی در نهایت به زندان هم داد دادگاهی شد و در نهایت هم بعد چند سال آزاد شد. حتی دادگاه رحمت کرد بهش، ولی این شده که پدر بزرگی بودن. خودش رفت نفر کشته نشد، خیلی بیشتر دیگه مثل قذافی نکرد که بخواد توی چاه نمیدونم زیر پل و تو چاه فاضلاب پیداش کنن و مثل صدام حسین و بخواد اونطوری با اون فضاحت بکشنش. این یه دیکتاتور با شرفه. وقتی که مردم نمیخوانش یه مقاومت کوچولو کرد و در نهایت با یه خونریزی بسیار کم خودش رفت کنار و مردم هم دیگه مثل اون قذافی و صدام بالا نکشیدنش. اشتباهی که شما میگی در بهار عربی در ابتدا محمد مرسی بر علیه آقای چیز این پادشاه مصر قیام کرد، کشته بسیار زیاد لوگ فرهمند کرد در بی‌سی در ترکیه است. در خبر مصر گزارش میده. من موقع بحث منحرف نکنه اصلا ارتباطی نداره. شما دیگه سوال من میگم بله یا نه، بله یه بله یا نه فرهمند میگه. آیا مامو جان فقط می‌خواستم ببینم آیا حسنی مبارک دیکتاتور مسلح بود؟ قسم خوریزی رفت پس قسم مسلح نه نه چه تو نبودی آقا به من چه بود نبود. ولم کن بریم سر اینکه آقای حسینی اگر خیلی صلاح مردم میخواد باید به سرعت آموزشش افزایش بده، چون اقدام شروع شده. حالا اینکه ایشون به دستور این نبوده، خب تنبلیت بوده، به دستور تو نبود، دستور هیچ کس نبوده، چرا ایشون بهش برخورده؟ چرا برخورده بهش؟ به دستور من مثلا آقای رضا پهلوی بهش برخورده چرا؟ به دستور من نبوده. بیا چه درسمون بده؟ یه کلا بزن برای کلا حسینی بیا درسمون بده. آقا زب در بزنید روی رضا پهلوی، مردم ایران مردم ایران اسکیپ زب در بزنید روی رضا پهلوی مریم رضوی، بشه تمامی اپوزیسیون رسانه ها بسم الله. بینا چه بگی؟ بعد اسکیپ بعد نیست چاشیدن من بده عزیزم. ادبیات درست نیست که شاهزاده رضا پهلوی و بقیه اپوزیسیون هم طرفداران خودشونو دارن. من اجازه نمیدم شما بخواید در حمایت از ریاست بقیه رو به شاشه بشید. این که من میگم هر کی میخواد من بهش زیاد بدم باید فخر رو برقرار کنه باش. زشت این حرفو نکنید. ما چرا رسالت بندازیم گردنش؟ ولی خودش داره میگه من رسالت دارم. اوکی، خودش میگه من رسالت دارم به شرطی که من نمیگم رسالت دارم، ولی اون میگه بله اون میگه من رسالت دارم به شرطی که مردم شما هم برسید به پای من از بین یه دونه رهبر. نه اسمش رسالت نیستش که، این معامله است. آقا اصلا معامله شما باید منو قبول کنید تو من رسالتم انجام بدم. خیلی خوب، چی حرفا کجا در میاری تو؟ آقا معامله است. رسالت یعنی چی؟ برام بگو رسالت یعنی چی. رسالت اینه که ایشون میگه که یعنی مفتی بدون چشم داشتی با قبول خطر مرگ کاری رو برای شما انجام بدم. آقا این آدمی که داره با حرف میزنه یه سال تو زندان تو سوئیس بوده، ولی من پولی گرفتم از جایی، مثلا صفاتی بوده عرق خورده، نه کار خلاف کرده. نه بخواد پرونده دارم سازمان ملل جرم شده. خاطر میگه فکر میکنم خیلی کاری کریمینال بودی دیگه. میگن چی؟ آرسن. شما آرسن کردید. آرسن یعنی کار خلاف این کریمیناله. اوکی، ولی میگم مگه چی چش داشتید؟ شما تو در اندیرا خود چالش میگم هش. چیکار دارم کنم؟ چهار تا گاوداری بزنم و گاوگوسفند برسونم. خب ولی نه شما بعد شما توازن میذارم متشکرم واقعا. توازنی، توازنی سیستم آریستوکراسی خطرناکی توش منصب بگیره قدرت بگیره. چرا؟ چون اهرم قانون بالا سرته. من نمیفهمم. مامو جان، آقای حسین آدم خوبی، آدم منفعت طلبیه. آقا در سیاست اصلا خوب و بد مهم نیست. الان من میگم خوب یعنی آدم خوب و بدون رسالت داره و پدر خوبی و صحبت درست. آف کورس کردم. آف کورس. اوکی. بعد چرا باید تحویلش بگیرن؟ همین دیگه. اگه پدری بیا پدری تو بکن تو. نه پدر بچه بد نمیشه. پدر بچه بد. من فکر میکنم تو احساس نمیکنی ناصادقی میکنه در این پوزیشنی که داره. من دارم واضح میگم اگه ناصادقی، من احساسی که از این دارم به جای اینکه یک بحث منطقی بشه که این 2000 نفر یه چیزی از آریستوکراسی و استاد یاد بگیرن، مامو جان اجازه بفرمایید. من دارم حسینی همونجوری ارزش میدم. آقا مردی که من در گفتمان شما میبینم، خب فقط تبلیغات برای ریاست و آقای حسینی. شما من تبلیغات من اصلا پیدا کردم، من مرکز زنبور رو پیدا کردم. حالا زنبور یا مدرک از نظر شماست آقای مامو.
جامعه ایران متکثره و ما اپوزیسیون های دیگه ای هم داریم. ما باید در جهت ائتلاف این اپوزیسیون حرکت کنیم. فرار ما و اپوزیسیونتون دارن همه رو منکوب میکنن و میگن فقط یه سال فرار فرار سیاست عام نیست که مشارکت همگانی رو میخواد. میگن تکثر از این شما آفرین قبول ولی نگو این یه مقدار بی انصافیه که شما میگی من خفنم. ببین میگه من خفنم دوستم دارم کمکتون کنم مثلا رسالت دارم کمک کنم ولی وایس دادم اینجا که بیاین به من بگردید کاملا بی انصافیه. من قبول دارم خیلی خوب. اگر مثلا من میگم چی من خفنم شیر منم نیستید ولی اون نمیگه اینا اون میگه من خفنم شما برام مهم نیست. اوکی من مهم نیست ولی نمیام جلو که خودمو بهتون معرفی کنم. نه ببین جلو اومدن این نیست که رفتی تو اسکیپ صحبت کن. تو خودت کجا من کجا میتونه بره الان کجا میتونه بره آقا من اومدم با اینترنشنال توییتر میذاره توییتر آقا من اومدم با اینترنشنال روم زدم میگم آقا اینترنشنال تو به مریم رجبی تریبون دادی به همه تریبون دادی به سیما مدرسه تریبون بده بعد یادم میاد خب من خدمت تو عرض کنم بسیار مهمه در این مورد که اپوزیسیون ریاست میگم بایکوت هستیم. من دیروز که اون اتاق مناظره ریاستی آقای استراتژیک بود یکی از دوستان کانال یک که من میشناسم از همکار حساب من بود به من پیام داد که آقای شهرام همایون از آقای حسینی دعوت کردن که بیان توی تلویزیون در مورد ریاست صحبت کنن. تو خود حسینی نپذیرفت تو خاموشو فرستاد دیگه توی کانال. نه جدیدن جدیدن نه جدید عزیز عزیز آقای حسینی نیازی نیست. نه نیازی نیست وقتی من برم جلوی 100 هزار تا آدینس ثابت تلویزیون کانال یک بس دیگه. من میگم اینترنشنال میتونه 60 میلیون پوشش بده اسکی بیا روم بزن بگو آقا مردم دارن تو کشته میشن. یه آدمی هست یه آدمی شما میگه 100 هزار تا خوب کمه با 1 میلیونی میخوای بره. آقا 100 هزار تا شروع کن بعد میگی اینترنشنال همه رو پوشش میده شما کانال یک شروع بکن از این در پی تی ها بعد رفت صحبت آقای اسکی یه بار چه سری دوم نرفته سری دوم عزیزم غیر منطقیه. من الان اسکی رو چرا الان همین شهر همایون اگه بیاد بگه ناموسنگو خوردم من فوری میدونم کاری نداره که سری دو اصلا 10 بار تو شهر همایون از 50000 نفر 100000 بیشتر تو نمیشناسن مگه فقط آدیس ما 50000 نفر به 50000 نفر دیگه میگم بعد یه شب اگه اینطوری باشه که تو میخوای 85 میلیون آگاه کنی بعد من میگم که کلید حل باشه تفکر نقاد و پرسشگری سوال کردن دارم میکنم ولی کلیدش کلید سخت است. مال من کلیدش شکسته بازم نمیشه. نه کلیدش وقتی برات بسازی ولی مال من حداقل گفتم کلیدمو کلیدشون چیه ما ده 700 درصد دوامی پیش کلید ایشون چیه؟ کلید من تفکر نقاد و پرسشگریه. کلید ایشون چیه؟ قطعاً کلید آقای حسینی اینه که جای تفکر الان تفکر نقاد باشه همش چیزی بذاره. پس کلید منه. ما لقب کلید من دزیده کسکش. آره. نه کلید یه قسمت کلید منه. راهش اینه که بیا خایه بمالی. من خایه همتون عروس میمالم که بیاین تو اتاقا. درست در حال فشار مادر بهتون میدم. ولی در خایه‌تون میمالم عملا. من یه مثال خیلی ساده زدم. میگم آقا جان تنها راه براندازی جمهوری اسلامی کلید دست سید محمد حسینیه. تو میگی نمیخوامش. اوکی. نه اول دروغ داری. نه دروغ داری. کلید دست هیچکی نیست. کلید تفکر نقاد و پرسشگریه که من سعی وایسا ببین کلیدش تفکر نقاد و پرسشگریه که این مهارت رو من دارم سعی میکنم تو این شامورتی بازی و کسکلک بازی و منفور شدن خودم به شما یاد نشون بدم. نه 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 تو از سر شیخ بودی مینوازی فقط میگی تفکر نقادی سوال پرسی چیزی نداری جاش بذاری. مثلا عزیز من الان دهن تو رو کایدم تو یک ساعت گذشته چیزی ندارم جاش بذارم. آقا تو از صدای من دهن گایدن شنیدی؟ آقای کوشانش به نظر شما بنده مؤثرتر و مختلف تر صحبت کردم یا آقای مومن آویزون میشی چرا خوشم آویزون میشی خوشم تو سر تو روش باشی بچه‌ها در بچه‌های در کنار آدینس هستن 2000 نفر اینجا الان شو سوال صحبت کرده بزنن یه جوری تفکر و سوال پرسی و گرفتن مچ را اسکپتیک بهتر انجام بده بزنن تو یک مال آقای شبیه فانتزیه قطعاً فانتزیه من آقا مگه درد مردم اینه من نمیدونم بله درد مردم همینه که رهبر ناصادق چه جوری شناسایی کنن وقتی یارو میگه آقا ما کسی رو نکشتیم اینا پلیس نمان بدونن که چه جوری باشون برخورد بکنن. اوکی عزیز دلم ما میگیم ما کشتیم پلیس نمان نیستیم مبارز چیزی از پس میدارم نه من در مقابل با شما در مقابل با چیزی شما فرمودید گفتید که من آموزش تفکر نقاد رو نمیدم گفتم دادم همین الان در میثاق داشت ما اشتباه کردیم اصلا سیتی خیلی خفنه همه ما به تکنیک آموزش من تکنیک آموزش من به صورت لکچر نیست به صورت کارگاهه و همین امروز ده ها صد ها نفر یاد گرفتن. آقا اسکپتیک هزار بار مصمم بودی من در مورد گاوصندوق یه آدم هستم گاوصندوق این گاوصندوق اسمش پرسشگری و تفکر نقاده نه اجازه بده برای داشتن آدینس شما باید خایب مالی و اینسنتیو بدی و گیفت بدی همینجوری آدینس اپوزیشن ریاست اپوزیشن ریاست این شکلی نیست اپوزیشن ریاست اینه که مردم آدینس تخم خودشون رو ثابت نمی‌کنن مگر اینکه صابون بلار واسهشون بذاری مگر اینکه جوک بگی واسهشون بخندی مگر اینکه انترتینینگ باشی مگر چیز جدید بشه توجهشون جلب کنی. اوکی آقا مردم شما میگی مردم توجهشون جلب نمیشه من میگم بسم الله توجهشون جلب نمیشه برن انقلاب کنن اگه نه عزیز این توجه رو شما به عنوان اینفلوئنسر باید جلب کنید وظیفه شماست. دقیقاً اسم این کار میشه مالیدن. کار من خیلی عزیزم عجیب و غریبه ولی همون مالیدنه. من اومدم فوش خارو مادر میدم ولی کارم یعنی مالیدن.
نه عزیز دلم لازم گوشون دیگه شما میگین افراد کشته شدن. آقا بشه بگم بدی. یعنی موسم میدونی چه معنی می‌کنی؟ بیا وزارت کشته شدن مثال. ببین برای پاسداری نظام
نفر 5 نفر هم کشته بشه. اتفاقا من دیموس دارم. من میگم برای خواستش 1000 نفر در شما سوال من این نبود. سوال من که دوست دارید اینا شکست بخورن؟ شما گفتید بله. بله بله ببین. و دلیلش اینه که چون حسینی شروعش نکرده. نه 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 اولش این نیست. دلیلش این نبود. دلیلش من نپرسید. دلیلش بپرس بگم. به من بگو در چی با چه دلیلی موجهه که مردمی که شروع به اعتراض کردن خوشش بیاد که شکست بخوره. چه دلیلش اینه که چون مامان میدونه از روز اول حسین اعتراض به جایی نمیرسه هر چقدر که ادامه پیدا کنه بیشتر میشه. جگرت نه 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 عزیزم. گوش کن تو میگی من جگرم حال میاد اگه این شکست بخوره. نه نه من نگفتم جگرم حال میاد. خوشم میاد یعنی چی؟ خوشم میاد یعنی چی؟ یعنی که خوشم میاد یعنی مطابق میل مامان. نه کلوش به نظر شما الان دوباره ناسادگی نمی کنید فهمیدید چه خورده کلوش آیا شما فکر نمی کنید ایشون الان فهمیده چه گویی خورده میخواد صافش کنه نه من ادامه میدم من میگم بله من موافقم که شما مامان جان راست بفهمید من سوال کردم نه 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 تو اسکی بردی هست جناب آقای تو این نفر تو این نفر لطفا تو این نفر آقای اسکی طبق اصل آزادی بیان ایشون این حقو دارن که نظر خودشونو آزادانه بگن حالا میگم آقای آقای بنده اعتراض کردم که چرا چه حرفی زدی نفرمایید بنده خودم بچه‌ی حرفا رو به خانم مهسا امینی گفتم که به خاطر آزادی بیان نشون بدم به من نفر بدین عزیزم هیچ کس لیبرتی رو بیشتر از من نمیشناسه در کل ایران من میدونم که ایشون حق نشه شیرشو بکنه تو یکی یکی شهدایی که تو چه بودن کاملا حق داره ولی دارم میگم این اخلاقی نیست اوکی شما از سر شیفت نگاه میکنی من ته داستان رو میبینم میگم اگه ادامه پیدا کنه سال کشته بیشتری میاد با این استدلال این حرف سری در بخواب بخواد حالا میتونی با این استدلال من بجنگی و این استدلال نه بنابراین شما بعد دیگه من خوشم میاد بدم دفعه دیگه که استدلال کردم نه بنده به هیچ وجه از شکست مردم راضی نیستم و خوشنود نمیشم ولی تمام سلاح تلاشم رو خواهد کرد که از این به بعد تعداد تلفات این حرف بله. باتیه که خودت در اینستاگرام حتما باتیه که باید بگی یه بات شما سری هایی از بات هستن که در مقابل پاسخ صحیح دلیل میگی بات ولی من کاملا از رو مسایه اول سلسله نبوده اول سلسله نبوده اول سلسله بات نبوده که شما بگید یه بات سلسله بات یک دو کاملا این حرف من صحیحه من میگم آقا بنده در هیچ شرایطی از شکست مردم ناخوشحال نمیشم عزیزم نه اجازه شما برای اینکه مردم راضی نگهداری با کلمات با باشی بازی قربون برم نه این نشان دهنده اینه که شما دوست داری مردم شکست بخورن که بگی تو درست بودی این عین خطاییه نه 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 ببین برای من دوباره جدید خلق مو بر چه اساسی به چه استدلالی میگی مردم شکست بخورن تو خوشنود میشی به این دلیل که ادامه این اعتراضات رو میدونم چون سال کشتا بیشتر میشن هر چه این اعتراض سایتر بخوابه برای جلوگیری از کشتا بیشتر موجب خوشنودی میشه برای توضیح بدم این استدلال شما غلطه ببین برای اینکه شما به تیپینگ پوینت یک انقلاب برسید تیپینگ پوینت یعنی شما مثلا یه ماشین هست با گولش بده راه نمیره یه گول میده راه نمیره یه گول میره یه اتومبیل دست میگیره و هفت هشت دقیقه یه ماشین راه میفته درسته قبل از اون راه نمیرفته ولی تو نمیتونی بگی با هیچ نیرویی گوش کن بگم خواهش میکنم ولی تو نمیتونی با هیچ نیرویی این کامیون راه نمیفته اگر تعداد کافی آدم بیاد راه میفته حالا الان 3 نفر اومدن کامیون راه نمیفته کافیش کاملا درسته و تو داری میگی چی کلا عمرانی راه میفته برید خونه 3 نفر دو مرتبه بعد 3 نفر دیگه جمع بکنید بعدا نه 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 من میگم موتور این ماشین مشکل داره اسکی 1000 نفر موتور نمیخواد اصلا موتور نمیخواد ما میخوایم روشن نمیشه روشن نمیشه میخوام تکونش بدیم با تکونش بدیم نشه هدف روشن کردن نیست اوکی 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 اگه تکون شما راه میفته مثلا زیر نقطه تعریف کار میکنه اون مثلا مسئله ما نیست الان ما مثالی که من دارم زدم برات میدونم تیپینگ پوینت در مثال من چت بود حالا تیپینگ پوینت در مثال شما دنده دو زدن و کلاچ گرفتن اوکی اونو میپذیرم ولی مثلا تیپینگ پوینت لازمه که این مومنتوم ایجاد اول مومنتوم سرعت بگیره اجازه بده خدا شاهد مطالب من خیلی مهمه عزیزم باید مومنتوم سرعت بگیره و این مومنتوم الان هست شما میگید این مومنتوم رو شات داون بکنیم تا دوباره با هزینه دیگری مومنتوم شبیه این ایجاد کنیم اصلا من اینو نگفتم من اصلا من میگم جامعه بشین خونه دست شما آفرین شما بیا بگیر آقا چرا از امروز نمیتونی تحویل بگیری؟ خواهش می‌کنم من سکوتم جواب بده خواهش می‌کنم ببین فقط اینو جواب بده چرا امروز نمیتونی تحویل بگیری؟ با مومنتوم آقا با مومنتوم سرقفی داره مشتری هم داره چرا الان مغازه‌ای که مشتری داره چرا نمی‌گیش؟ علت داره مسیر هموار نیست که این ماشین رو من روشن کنم یعنی چی یعنی این ماشین یه روشن نمیشه تو موتور نداره باشه آقا یه مشتری دیگه اومده میخواد ببره میرسه باشه من میگم مگه اول گفتم اگه میتونی ببر اگه نبود یه آفرین اگه بردم وقت خونه میسوزا میگه نگاه کن کاش خریده بودم یه خورده شب روز نخوابیده بودم درستش کرده بودم مغازه رو اگه بود میشه 4 سال بعد فراخونه دیروز بود 2 هفته روزم بود من 45 روز میبرم نه شما نمیتونید بگید که مدت انقلاب باید زیر 70 روز باشه من چه حرفی نمیتونم من نگفتم مدت انقلاب میگم شما دارید چون از 70 روز گذشته برام منجی نمیشه من یه مینیمال مثال زدم میگم مدام مدام این مینیمال مثالات هست از همون نواری دیگه من با چطور میگم اینو تفکر نقاد یاد میگیرم در کارگاه آقا شما فکر میکنید هرچی که به تفکر نقاد مامو میگم بله دقیقاً تو رو با تفکر نقاد میشه نشوند نه با فوش خار مادر میشه نشوند نه با صدا بلند کردن با هیچی فقط با تفکر نقاد این ماشینا رو کسی تیم خریدار مادی ماشینا رو میذاری برام میگم بسم الله خدا اگر ماشینا رو برداشت برد انقلاب کنه اگر نبرد من یه سال دو سال سه سال صبر کنم بعد دیگه ماشینو نمیخرم اونم در نظر بگیر تو نخر شیرا که نمیخری حالا چه گوزی هستی مگه ماشینو فروختی برای قشنگ تو پیس برای دادوجیت برو رالی میره اگر یه گیربکس الکتریکی زنگ بزن اگر گیربکس الکتریکی تو اونجا قحط بزن خاطر سرت تو داری میگی اگه برای خاطر سرت من میگم این مجوری حرف نزن خب بعد الان دارم قحط میزنم آزادی بیانت به تو حق میده قحط بزنی ولی کارت زشت میرن روت باشه اصلا هر کاری بکنم تو بالاخره میای سراغ من اگر دیر بیای سراغ من دیگه من جوابش نمیدم تموم شد میگه دیر اومدی خیلی دیره لیلی دیره از این بعد میگه آقا نه یه کشور دیگه رو با پروژه مون کشور دیگه است ایران یکی بود 100 درصد تو حرف میزنم من میگم آینده این اعتراضات 100 درصد میخوابه تو میگی میبی شاید که تکونی بخوره میگم 100 درصد میخوابه چرا آقا شما بوز گزاری من درسته گزارم که ممکنه به نجیب برسه شما حتما به نجیب نمیرسه شما چی جوری قضیه رو اثبات میکنید یه قضیه ثابت کن آقا آش یه سوال آقا مامو میپرسه الان اسکی جواب بده حالا اپوزیسیون به این سوال جواب نده با برنامه هسته ی جمهوری اسلامی شما چه میکنید در برندازی بفهم شاد دانش میکنم
میتونی شاتون کنی؟ اسرائیل نفهمید. بعد از برنامه قبلش نفهمید. نگفت فکر کردم در ایران فکر کردم در ایران فردا بودم شاتون کنم. الان جمهوری اسلامی داره هسته‌ای میشه. سانتریفیوژ 60 درصد. آر تی 10 گازش باز شده، گازدهی شده. شما با برنامه هسته‌ای جمهوری اسلامی چی می‌کنید؟ الان بعد آره، می‌خوای بزنی؟ بعد نه خیر. چی گفتی؟ مگه می‌خواد بمب اتمی بزنه جمهوری اسلامی؟ عزیز دلم، مگه نمی‌تونی بگی مگه بمب اتمی بزنه؟ خوشش چی تو؟ اصلا بمب اتمی چه بمبی که کنترل شده باشه؟ ولی پس کرده. چی میگی؟ چی میگی؟ الان روش این آدم حسابی چه واسه من نمیاری تو این کیه؟ میگی چی؟ هر چی تو مغلوبش کنی. نفهمی واسه الان مسئله انقلاب برنامه اتمی جمهوری اسلامی. قطعا این فیلی که توی اتاقتو ندیدیش برنامه اتمی هم توشه. خب باشه میگم. بچه‌ها اوکی. من خود خودشو فکر نکردم. چی مثلا چرا من بس من نمیتونم مشکل بگم. من قبول بابا. آدم دیگه بمونه بود تصویر. آقا این مورد فکر نکردم. حالا شما که فکر کردی بگو خطرش چیه؟ خطرش چیه؟ جمهوری اسلامی که هواپیمای سلاح 6 نفر خودش تو آسمون میزنه، نمیتونه بمب کنترل شده رو مردم بزنه، تجمعات بزنه، یه در هنگام سقوط دست به خودش بزنه. چرا؟ بله میتونه. بله بله میتونه. حالا من هیچ چیز موضوع فکر نکردم. آقا هیچ وقت من فکر نکردم بودن که جمهوری اسلامی اگر کنترل بشه ممکنه کارام کنه. بله حالا فهمیدم. مرسی از اینکه گوشان. من دارم حرف میزنم. من دارم کریدیت میدم. میگم من تا به حال فکر نمیکردم که این امکان وجود داره. حالا شما میگین کارام هست. میگم بله. خامنه‌ای اگر که دست آخر سر باشه ممکنه کارام بکنه. ممکنه کار. در اون امکانات اینم هست. آفرین. با کلا. خیلی خوب. خب. حالا چیکار کنم؟ ممکنه چیه؟ یعنی بگیم مردم برگردین خیابون جلو بمب خامنه‌ای بگیریم؟ نه، من گفتم وقتی از ارزش داره این امکان رو در نظر بگیرم؟ یعنی چی ارزش؟ ارزش ارزش که صبح آقا مامان جان من همیشه مثال خنده‌دار رو زدم عزیزم. آقا امکان داره که الان معلومه صد میشه چیز آدم. مامان جان مامان جان آقا این امکان هست. شما بند اگر مهم نبود که ایران نمی‌بودن زیر بند زیر هفت شوری یعنی مردم درست میشه. مامان جان در دنیای کوانتوم ها در دنیای کوانتوم یک چیزایی هست ثابت هم شده. خب این امکان وجود داره که من کیرم الان تو چونه تو باشه. امکانش هست من لذت می‌برم. اوکی الان چیکار کنیم؟ لذت ادامه بدیم یا درش؟ من در بیا خسته شدم. عزیزم ببین این امکان قابل برقی نیست که در دنیای واقعی اینو نمیخوام یک کلی شمالی درست بشه که هیچ وقت برنامه‌ریزی کنم. نه بابا جان اینو بهش میگن فالسی، اینو میگن فالسی. اگر واقعیت نبودن و در فانتزی لند زندگی کردن. فالسی و نمیدونم با این کلمات انگلیسی بگم به صورت هیچ چیزی نمیفهمی بس کن. جواب من بده. ببین آقای کوروش گفتن چی؟ آقای کوروش گفتن شما در لا لا لند و فانتزی لند زندگی می‌کنید. کاملا درست. در فانتزی لند خامنه‌ای میاد یه بمب اتم می‌زنه رو کل کشور. کنترل شده. کنترل شده. میذاره صاف مسئله تهران. شما رو موشک باران میکنه آقا جون. آقای جمهوری اسلامی خانه جمهوری مثل عزیزی شما رو موشک باران میکنه. آقای خامنه‌ای الان 43 سال سعی کرد با این تئوری توتش خاره ما رو نگه داره. بگاد بگه امنیت ملی فلان اینا همین کارو میکنه. نه این دیگه جواب نمیده. آقا مگه تو ماشین نمیخوای تو پاسی عزیزم؟ مگه تو ماشین نمیخوای تو پاسی؟ هنوزم دارم چمزی، هنوزم دارم چمزی. عزیزم چرا میگی بریزم بیرون؟ قربونه برم خواهد بزنیم زیر میز چترنج. داریم میزنیم چترنج. پس اسکیتی میگه چی؟ میگه آقا جان ما باید قدم رو به جلو ببینیم. با اینکه آشپزی میگه قدم رو به جلو ببینیم. من قدم رو به جلو ببینیم. شما ترس واهی داری میدی. ترس نا ترس غیر عملی داری میدی. مثل حمله آمریکا به ایران. مثل دشمنی که 43 سال بالا سر ما بوده. بمب اتم میزنه آقای خامنه ای؟ ممکنه بزنه. ممکنه بزنه. ولی خیلی نامحتمله. چرا جهان وایس برای اینکه برجام نمیذاره توسط جمهوری اسلامی؟ چرا؟ من فکر می‌کنم شما هم خودتون علتش رو نمی‌دونم. من فکر می‌کنم به کافی نشون دادم. علتش خواهش می‌کنم وایس بذار فرصت بده ریکاپ بکنم و برم. از خواهش می‌کنم. من فقط نمی‌خوام که کسی بالا بیاد سوال بپرسه. خواهش می‌کنم دقیقاً گوش بکنید. خواهش می‌کنم ریکاپی من لازم دارم بگم که برای ویدیو کلیپ هم مثلا برای کلیپ تشریف عزیز دلم. چون تمام دنیا می‌خوام برجام امضا بشه. علت بسته شده برجام دست نیافتن جمهوری اسلامی به سلاح اتمیه. اگه جمهوری اسلامی به سلاح اتمی دست پیدا کنه میشه کوشش کنه دیگه برنامه‌ریزی اتفاق نمی‌افته. هیچ اپوزیسیونی، هیچ لیدری، هیچ گروهی جز اپوزیسیونی استاد به برنامه‌ی هسته‌ای نگاه نکرده. اسکی یه حرفی زد. گفت من فکر نکردم. تو اگر تمام جوانب ساختاری حکومت فکر نکردی چگونه می‌تونی مانیفست بدی برای براندازی؟ اون رو تمام نخبگان، تمام الیت انتلیکتوال جامعه حرف آقای مولا اگه بشینن پاش میگن واو. مثلا فقط واچ واو. دیگه موقع هر لحظه میگه واو. میگه وای برنامه اتمی. آقای مولا لطفاً مال کسی بالا نرو. مال نرو. حالا آقای مامو پلن شما برای چیزی در حد چیزی پرواز ممنوع، پرواز ممنوع اومدن دوبال خارجی برای اینکه بتونن زیرساخت رو بزنن. خیلی کار سختیه، ما مجبوریم به خاطر همین که مامو نگاش کنه. مامو ببین سخت واو واو خدا شاید واو شما این چه چیزی که قرار داره شما نه آقای اسکیتی، آقای مامو، 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 آقا هر چی که هست خب ایشون هم داره کار خودش رو میکنه، اسکیپتیک هم کار خودش رو میکنه، شما آقای مامو کار خودتون رو دارید میکنید. ما در این اتاق خفه نمیدارم حرف میزنم، ما در این اتاق داریم در آینده اعتراضات صحبت میکنیم. به کوری چشم شما جناب آقای مامو به زودی از در روزهای آینده مناظره‌ای تحت عنوان بررسی قانون اساسی بین آقای اسکیپتیک و آقای فرخ رو برگزار خواهد کرد. واو جدی رسانه‌ایش کردی؟ واو من اینو قبلا رسانه‌ای کرده بودم، منتظر تایید آقای فرخ رو بودم. آقای فرخ رو هم گفتن به شرط اینکه آقای اسکیپتیک مدیر نباشند و
ادبیات مناسب استفاده کنن که واقعا شما امروز ثابت کردید که میتونید از ادبیات زیبا هم استفاده کنید. در مورد قانون اساسی یک مناظره برگزار خواهد شد. وسط برنامه یه موضوع دیگه هم فرمودین و شما در عموم فرمودین و بعدم بعد ایشون هم نباید مادیتور باشه. سابقه ایشون نشون داده که اتاق رو انت میزنن و بسیار نادرانه رفتار میکنن. آخه در اتاق کنگره ملی اتاق خودشونه. اگه انت بزنن اگر این چنینه در کلاب بنده پس باید باشه. ما چه قبلا صحبت کردیم که نه در اتاق کنگره اتاق خودشون میتونن از مادریتوری خارج بشن. برای من بهانه‌ای الکی نگرایزن. ایشون سابقه اش نشون داده ناعادلانه اتاق رو اند میزنند. بنابراین به هیچ وجه همونجوری شما پذیرفتید که به صورت ناعادلانه رفتار کردن مادریتور بنده مادریتور بشم، من اصلا درخواست نمی کنم از شما. من نمیخوام مادریتور بشم، صرفا میخوام ایشون هم مادریتور نباشن. بسیار فیر این درخواست بنده. چشم، من حتما این رو به ایشون منتقل میکنم و منتقل کردم و منتظر جواب ایشونم. اتاقی در کنگره ملی در کلاب کنگره ملی ایرانیان فقط کوروش منش مدیره و آقای فخرآور و اسکپتیک رو استیج هستن و کسی هم مدیراتور نباشه. این رو اگر آقای فخرآور بپذیرن این اتاق برگزار میشه، اگر نپذیرن از همین الان کنسله. عالی و همه شرایط دیگر آقای امیرعباس فخرآور با کمال میل و افتخار خوشحالی پذیرفته میشود. صرفا علت اینکه ایشون من هیچ مشکلی در مادیتور بودنشون ندارم، فقط چون که سابقه نشون داده گوتراغ اند میزنن و من میگم سوریا اندش زد، میگن اسمش سوریا یا اسم موقع نمیخواد بیاد، اسم اون یکی دوست دارم میگم. مرسی ممنون. آیا شما میخواهید ریکاپ بکنید و بعد من تعدادی از دوستان رو بالا دعوت کنم؟ بله، بعد از یک دو دقیقه با صحبتی که با مامای عزیز داشتیم، مامای عزیز بسیار خوب ظاهر شدن، بسیار منطقی، بسیار خوب، بسیار منسجم، خیلی خوشم اومد. دنبال کلکل نبودن، دنبال یادگیری بودن و یادهی بودن. ممنونم ازشون. در کل مطالبی که ازشون دیدم که آقا یه فردی از خیلی وارده، یه فردی از خیلی اصلا خیلی بالاست و این فرد میخواد کمک کنه به مردم ایران. اسم فرد از آقای حسینی. ایشون فقط یه مشکلی داره که کسی نمیشناسته، شفری کم میشناسنش. متو مشکلش اینه که من تلاشی نباید بکنم در شناسندن خودم دیگه. شما اگه میخواهید منو بشناسید، حرکتی در ایران انجام شده، حرکت اعتراضی. ایشون معتقدن که حرکت اعتراضی چون من استارت نزدم، چون بر اساس پلن بنده نبوده، به احتمال زیاد شکست خواهد خورد و گفتن که بهترین کاری که برگردید این حرکت رو متوقف کنید، چرا؟ چون که کشته بیشتری ندهید و مومنتومی که ایجاد شده رو صرف نظر میکنن. در مقابل پیشنهاد من که گفتم که خیلی خوب شما بیان از اینجا بگیرید مسئله رو، دنبالش رو بدید، آموزش بدید، کاری که میخواید بکنید و حالا شما رهبری رو از الان به بعد بدید. ایشون نه، از اولش باید دست من باشه. میگم آقا چرا؟ میگه ارا در واقع دلیلی که ایشون میرن این هستش. به نظر من یک رهبر خوب و دلسوز که برای خود رسالت قائل، الان که این مومنتوم ایجاد شده، میگیره رهبری رو، از این مومنتوم استفاده میکنه، چهار نفر دیگه اضافه میکنه که بتونن این کامیون رو هول بدن، حرکت بکنه. این مومنتوم رو اگر بخواد دو مرتبه ایجاد کنن، هزینه حداقل برابر با این هزینه رو خواهد داشت که این بسیار ناعادلانه است. آقا حسینی باید بسیار دقت بکنن که رسالتشون به این معنی که باید بیان آدینسشون رو به خودشون آدینس معرفی بکنن. پلتفرم های متعددی بهشون پیشنهاد شده ولی ایشون نمیان. فرض میگم در پلتفرم میلیونی من حاضر میشم مثل بی بی سی و اینترنشنال. پلتفرم کوچیکی مثل مال من یا آقای کوروش کلاب هاوس اینا میگن فایده نداره. به نظر من غیر منطقی این سوالشون. آقای مومو کلا داره میگه که ما چون اینو شروع نکردیم میخوام سر سگ توش بجوشه. بنابراین برگردید خونه مردینم که مردین، میخواستید نمیرید. خیلی خوشحال میشیم که شکست بخورین انقلاب. تو این کار بسیار غیر اخلاقی بود ایشون کرد. هرچند در آزادی بیان حق داره این حرف رو بزنه. ولی کارش حرفش غیر اخلاقی است. چندین بارم تلاش کردم که بگم آقا این حرف اگر بزنی مردم نمیان سراغتون. بگو اشکال نداره. ما انقدر خفنیم که مردم میفهمن. اون گوشه وای میسه میخندیم به تو وقتی شکست خوردی. متشکرم از اینکه بودی بنده عزیز. من یه اصلاحی هم بدم که شما گفتید آقای حسینی کسی نمیشناسه. نه باز من میگم اینکه ایشون رو به عنوان رهبر 50 درصد من نپذیرفته با نمیشناسه دو چیز متفاوته. یک، تو اینکه دوباره اگر دقیق بخواستی کلیپ کنی بگو علت اینکه آقای مومو میگه که این حرکت نمیتونه به نتیجه برسه اینه که یک رهبر یا یک شورای رهبری با یک برنامه با یک رسانه مصدق نمیاد پشتش بیسته و آقای مومو و تیم بعد اپوزیسیون رسول آقای حسینی 100 درصد مطمئن 100 درصد احتمال کلام احتمال استفاده نکنه 100 درصد مطمئن که نتیجه به جای نمیرسه همونجوری از اول گفته. و مسئله خیلی مهم درگیری بین دو جناح اصلاح طلب و اصول گرا همونجوری شما میگید مصطفی خامنه ای به دیدار فاطمه هاشمی فرزند آیت الله هاشمی رفسنجانی میره برای خواباندن اعتراض در کف خیابون یا خبرهایی از دیدار آقای شمخانی دبیر شورای امنیت با سپاه حسن خمینی خانواده آقای خمینی و آقای خاتمی و خانواده هاشمی بیرون درز داده میشه که بعدا این رو به صورت تقولت تایید هم میشه گاهی وقت هم میگن نه نشود اتفاق نیفتاد. در واقع آن چیزی که در کف شما مدرس اتفاق میفته برای دو دلیل: یک، برای اینکه سپاه پاسداران حاضر به برجام بشه و دو، برای اینکه یک کلیدوری باز بشه برای احیای زیست مجدد اصلاح طلبان. سند اینو در بحث خانم سالمه و رنا رحیم پور و بویسی که اجازه بده و بویسی 10 دقیقه کلیپ 10 دقیقه که نشد در مورد بی بی سی درست کرده میشه شاهد که در واقع رسانه ها بازوان اصلاح طلبان هستن برای اینکه مردم داخل نگه. ولی اگه شما فهمیدید که آقای حسینی 100 درصد مطمئن که این انقلاب بین اعتراض نشه نخواهد رسید، من فهمم که عرض کنم که آیا ممکنه محاسبات ایشون مثلا دقیق نبوده باشه و احتمال داشته باشه که پیروز بشن؟ حتی یک اپسیلون خیلی در دنیای فرضی اگر ما این احتمال رو بدیم، این امکان رو بدیم که این اعتراض نتیجه برسه، احساس آقای حسینی چه خواهد بود؟ فرض باطل است، بخاطر اینکه انتخاب تاریخ کاملا مشخص باشه. معمولا وقتی سورپرایز میشه همه میاد دیگه وقتی میگه که 100 درصد نباید بشه. اگر سورپرایز بشه، من دارم فرضی، اگر سورپرایز بشه چه احساسی میکنه اون موقع؟ جواب آقای حسینی بسم الله این گویی میگم تونستی؟ بله دقیقاً همین. اگر تونستیم احساس ایشون چه خواهد بود؟ هیچی، یک لبخندی که همینجوری ادامه داره. لبخند چی؟ مثلا واقعا در صفی یا اینکه ریده شده؟ هم چه جور؟ معنی این لبخند چیست؟ نه یک لبخند خیلی ملیه واقعا در صفی از شما شروع پروفایلش بیاد. یعنی میگه فکر میکنید موفق شدید ولی کیلو خوردید. بله. متشکرم. عزیز از آقای کوروش هم ممنونم بابت این مناظره. فکر می‌کنم که بیشتر مناظرات طول کلاب هاوس بوده، حتی با تایزاده و زید آبادی و امیران. برای اینکه خودت حرف زدی، برای اینکه یه خورده صداقت داشتی یه کوچولو. نه، چون منظورم بود، یعنی فهمید که من شما صادق بودی. آقای مومو در حدی که خودزنی کردی، هم آقای اسکیپتیک از ادبیات بسیار زیبایی استفاده کردن. آقای ملک مدنی هم من دعوتش کردم، ولی گفتن که در پروتکل صحبت می‌کنم. بله، آقای ملک مدنی استیج بسیار استیج. یا ملک مدنی، چرا بودی پروتکل زدی مثلا؟ بیا، دیشب هم کلی خندیدی، بیا پروتکل می‌زنم بیا. باشه، بیا کلا جناب ملک مدنی. خب، آقای سلی، یک سوال می‌تونید از آقای مومو یا از آقای اسکیپتیک در مورد این مناظره و تایتل اتاق بپرسید؟ در خدمت شما هستم. سلام علیکم.
از شما در حیات یه سوال عرض بپرسید مثلا اسکیپ کد برخورد کنم یه سوال نفر بعد سپاسگزارم سلیم جان بله یک سوال چون دوستان خیلی دوستان میخوان بیان بالا سوال بپرسن نمیخوان چه جلو بس کنید در مورد تایتل و سوال از دوستان کوتاه میپرسید کوتاه جواب بده سوالشون مثلا به نظر میاد سوال اپ چرا این سوالو کردی سلیم جان این کارتی بازی هستی برای شما دوستان یعنی چون نکنید تفکر نکنید منظورش این نبود که سوالو بدونه منظورش این بود که یه مفهومی رو بهت برسونه چرا این سوال کردی سوالم این بود که حالا که اینطوری دارن صحبت میکنن در خصوص مردم از حرکت آقای حسینی در حد واسه منافع مردم نیست گزارش شما با استدلالی که آوردید دو چیز اندر زمین و حواسی من دوست فکر کنم با آقای موسو ممنون نفر بعدی مرسی از سالی چهار من پیام ایشون بود که به نظر ایشون حرکت آقای حسینی به درد مردم نمیخوره به نفع مردم درست سوالشون اینه کاملا شده درست فرمایید چون بفرمایید خانم فریما ایل برای آقای ملک مدنی آماده باشن که صحبت بکنن آقای ملک مدنی شما بفرمایید عزیزم تو فریما آماده میشه آقا سلام علیکم مخلصیم خوشحالم که آقا سلیم اینجا زیارتشون کردم بعد از مدت ها ببین ماما جان رشد و توسعه اجتناب ناپذیره مهم سرعت رشد و توسعه است این گزاره که شما اگر درست فهمیده باشن نقل میکنید که یه حرکت آزادی خواهی ملت ایران به نتیجه نمیرسه گزاره درست نیست درست فهمیدم برای ارزیابی گزارش شما مثل ارائه بدید یعنی معنی وزنه دوشه گوشه ترازو گزارش مامو اشتباهی چرا اشتباهی با چی سنجیدی چرا با دیدگاه اصلاح طلبانی آقای ملک مدنی درش خدمت کردی میخواد بسنجید آف کورس که اشتباه شما اصلاح طلب نیست براندازه دو آتیش و رادیکاله که حرفش خیلی بازو شفاف میزنه اما نه اگه دیدگاه آقای خاتمی که در دوران شما شهردار بودی خانم فایز هاشمی تایزاده فکر میکنید باید مامو یه مقدار شیب بده صحبتش و بگه بریم به حرکت رو به جلو مامو میگه نه مامو میگه هر حرکتی رو به جلو باید داره مانیفست باشه این دلیل این بوده که آقای ملک مدنی میگه مامو اشتباهی در واقع آقای ملک مدنی دوباره میخواد شکست اصلاح طلبان رو بکنه تو صورت جامعه مدنی که من بهش میگم نو برام خوش میگم ببین مامو جان شما هم اصول داری و هم اصلاح طلبی هر مصدهی و کنشگری که دلش بخواد جامعه رو ارزم بزرگتون یه قدم به جلو ببره هم یه اصولی داره و هم اصلاح طلبه اگر منظورتون یک دولت اصلاحاته خب اون مربوط به 20 خورده سال پیش حدودا 20 سال پیش ولی اصلاح طلبی که تمام نمیشه که تو هر جامعه پیشرفته یه رفرم و اصلاحات معنی و مفهوم میده انقلاب ما هدف نیست موضوعیت نداره موضوعیت توسعه و پیشرفته هر حرکتی که به سمت آزادی زن زندگی آزادی برسه به کمک بکنه مؤثره مضافاً بر این که ما حرکت اجتماعی رو نمیتونیم متوقف کنیم یا بیاریمش ارزن بزرگتون تو مسیر آرزوهای خودم توسعه و پیشرفت اجتناب ناپذیر است میتونه موانعی سر راش باشه این موانع هم زمان طول میکشه ولی برداشته میشه به ناچار برداشته میشه ارزن تمام عزیز ببینید من در روم الهی هیکس که نزدیک به یه سال خوده بود آقای فاروق نگهدار یه مسئله گفتم چرا بعدن شاید فایزادم من دوباره اینو گفتم شما وقتی که درختی که ریشه‌اش چرم زده شده شما دیگه نمی‌تونید باشه اصلاح در نسبت درخت ولا میشه بکن اصلاح چه جمهوری اسلامی بر مبنای قانون اساسی که طبقه توحیدی استوار شده و اون خودش رو قانون رو درست برگرفته از قانون اساسی فرانسه است اما متصل به گاد میتونه چیزی که خودش متصل به گاد و الله میتونه شما با تفسیر و ممیزی و فیلتر درستش کنید من میگم نه شما حتی اگه این ساختمانی مثل برج میلاد که هر سال 3 میلیمتر میشه اگه تمام پنجره‌هاشو طلا و فولاد بگیری و الماس نو کوینو رو از تاج ملک برداری بذاری روش باز این دیوار میریزه باز این برج میلاد میریزه شما باید استراتژی رو شخ بزنید آقای ملک مدنی شما در واقع به آینه کردی آینه به نام مومو به خودت دروغ میگی جمهوری اسلامی قابل اصلاح نیست شما چون اصلاحات آقای خاتمی از بین رفت من منسوخ شده یا اصلاحات زنده است خاتمی مرده من میگم بله خاتمی مرده اما اصلاحات هم مرده چرا میگن اگر خش دعوتون از معمار کرد تا سوریا میرود دیوار کرد شما هر چیزی به اسم اصلاح شدنی غیر از شخ زدن استفاده کنید شما ببخشید عذر میخوام پوشیدم به خائن به مردم من بگم چون همیشه شما شایعه بر وجود میاره که بنده اصلاح طلب هستم در امینت کلابه آقای ملک مدنی شما اصلاح طلب هستید من نمیشناسم شما رو موضعتون بله من رفرمیست و رفرمیست یعنی چی عزیزم تحول با اصلاح فرق تحول یعنی ایولوشن و تبدیل به چیز دیگری شدن که قابل ریبریدینگ با عنصر اصلی نیست یعنی چیز دیگری است چه تحول لاگه ولی ایولوشن ولی شما ریفرم میخواید یعنی اصلاح کورکشن میخواید کورکشن همان است ولی خوشگل تره آیا شما خوشگلش رو میخواید یا یه چیز دیگه میخواید بفرمایید من بازی دارم خیلی ساده ملک مدنی پروتکل زدم با پروتکل با صحبت کن سوال من دو گزینه بیشتر ندارم ایولوشن و کورکشن در واقع ایولوشن کورکشن است که انقدر اکستریم این کورکشن که وقتی بغل هم میذاری قابل شناسایی نیست این دو فرق میکنن با هم مثل فیل و گربه فرق میکنن با هم آقا فیل و گربه مثل همن فیل و گربه مثل همن اوکی این میشه ایولوشن تحول کورکشن میشه چی مثل اسب تازی و اسب کانادایی متوجه شدی حالا شما اسب کانادایی میخوای یا گربه میخوای بجای فیل یعنی سرعت در تحول منظورت میزان تحول یعنی وقتی که قابل تمایز هستن یا این یه چیزی که هست میشه تحول یا ایولوشن اوکی این اصطلاح جدیدی است که اصلاح طلبان مد کردن به خاطر کلک زدن دو مرتبه تقلبشون رو نخورید تحول خواه همون حکومت اسلامی است اینا در واقع این افراد حکومت اسلامی میخوان و چون حکومت اسلامی مقالط است و کسی نمیپذیره اسمشو گذاشتن اصلاح طلب و الان چون اصلاح طلب سوخته اسمشو گذاشتن تحول خواه در واقع همه اینا حکومت اسلامی میخوان با اسامی مقالط حتی ممکنه بعدن با لیبرال دموکراسی بیان ولی همون حکومت اسلامیه بذارید مراقب باشید آقای ملک مدنی آیا شما حکومت اسلامی میخواهید ابدا. آیا اسلام در هیچ حکم قانونی جایی دارد در نظامی که شما خواهید خواست؟ فکر کنم باج مصلحتی خوردید عزیزم. این رو میشم باج مصلحتی عزیزم. اینها همه چیز ظاهرشون هم بولی ها. این نظام هم میخوام همین امشب سقوط کنه و فردا صبح یه نظامی به چی؟ اسم اون نظام چیست؟ سر تو قطع و بس میشه. من اینجور متوجه شدم. شما خواستار سرنگونی جمهوری اسلامی هستید که چی جاش بیاد بفرمایید؟ متاسفم تو قاطع باشه الان اومد بفهمه که پس از سرنگونی جمهوری اسلامی که خواست شماست چه نوع حکومتی رو به جاش می‌خواید که تحول باشه حکومت عرفی و دموکراسی شما انواع حکومت رو می‌شناسید عزیزم
خب ببین خیلی اگه بخوای بحث علمی بکنیم نه بحث علمی نه من تو بحث بسیار ساده کردم من با حکومت عمل توضیح دادم اگر مطالعه ندارید نگاه کنید انواع حکومت شما میشناسید عزیزم اون چیزی که مطلوب منه حکومتی به نام حکومت عرفی وجود نداره جناب ملک مدنی چون شهردارم بودید من تعجب می‌کنم چطور در حکومت شهری در واقع شهرداری که حکومت شهری دیگه میونسیپالیتی بهش میگن قوانین شهری داره شهر حکومتی داره برای خودش شما در یک حکومت رهبری کردید من حکومت نمیشه حکومت عرفی چیست عزیزم مردم حق انتخابه رهبرشون به مسئولیت اینا بهش میگن اینو بهش میگن جمهوری یا ریپابلیک مردم بر مردم اینو بهش میگن حکومت جمهوری شما چه نوع حکومت جمهوری رو میپسندید جمهوری غیر دینی اوکی جمهوری غیر دینی یا جمهوری سکولار درسته مفهوم سکولاریسم و لایسیته رو بلدید عزیزم چا مفهوم لایسیته و سکولاریسم رو بلدید عزیزم بله اوکی پس شما یک جمهوری لایک یک جمهوری سکولار میخواهید درسته بله ولی جمهوری از نوع چه نوعی باشه از نوع دموکراتیکش باشه یا انواع دیگر مثل مثلا اریستوکراتیک چه دیگه پارتیزان نه دموکراتیک اونا خوب نیست میخوای از اونها بزنمش نمیشناسی شما ملک مدنی خدا شاهد نمیشناسی حکومت ها رو بعد چه تحولی میخوای شما اصلا چیکاره که بگی من یه چیز دیگه میخوام وقتی نمیدونی اون چیز چیه من یه شهروندم شما یه فردی هستید که بی کمدانی بعد شما فردی کمدانی هستید علارغم رتبه های عالی که در حکومت و جمهوری همه همتون همینجوری همه تو آدم بی سوادی هستید رفتید اونبالا بلد نبودید گاوری تو من میگم بگو ببینم شما اصلا نمیدونید در حکومت چیست اوکی بعد اومدید میگی ما تحول کردیم تحول چیکار چی میخواد بیارید شما اصلا نمیدونید ریسوگرسی چه اصلا پارتیزان چیه بعد من اینا همو ساده شو بده میگه همو ساده شو کوبیده رو بیار نمیخواد دیگه ازش همو کوبیده بیار اصلا قربت برم عزیز دلم اینا همه فرق اگر ندونی ها میچپونن بهت مگه خمینی دیوس نبود چون من گفت چی گفت که جمهوری اسلامی مردم آری نه بعد اشرف آری آری آقا جان نداریم آری جمهوری اسلامی وجود نداره مو یک مفهوم موهوم است که مرتی دیوس اینو چپوند ما و باید سو بشه خودش خاندارش و نواب عزیز افرادی برای تو مرتبه خمینی خامنه ای باید در دادگاه محاکمه بشه 43 سال خسارت ما بدن جمهوری اسلامی وجود نداره مقصر اصلی اون پادشاهی که الان زیر خاکه ما رو گذاشت و فرار کرد بله بله حکومت بعد دقیقاً تو این سال ازش شد سال ازش شد که اگر ملاهای امروز بیان چه اتفاقی در کشور میفته که من کانال بودم گفت که ما 1500 سال به عقب برخواهیم گشت چون پاسخ سریع ایشون بود که ما اگر اخوند بیان 1500 سال برمیگردیم ایشون رو میدونست بیشتر از هر انسان دیگری و این مرد اینقدر بی شرف بود که چمدونش دستش گرفت به صورت داوطلبانه کشور رو ترک کرد اینقدر مرد بی شرف بود اینقدر این محمد رضا پهلوی ترسو بزدل و بی شرف بود که با وجودی که میدونست این کشور 1500 سال برمیگرده عقب ول کرد رفت خاک بر سر این مرد و نوادگانش و پسر پفتلش درم ملک مدنی من توضیح دادم بخواهی آقای مامو همیشه من که من اصلاح طلب هستم مامو جان چیزی برای اصلاح طلبی وجود نداره همشون حکومت اسلامی میخواد چون اصلا جمهوری اسلامی اسمن قابل اصلاح نیست جمهوری یعنی حکومت مردم بر مردم و حکومت مردم مردم که الله بر مردم حکومت نداریم از چلوی و اصلاح طلب ها دروغگو هستن و اگر دروغگو نباشن مثل ملک مدنی کمدان هستن یا نادان متشکرم ممنون از قضاوتی که فرمودید مثل ممنون اگر چه اجازه بدید من آقای کیارش هم داشتم اما چرا شما از اسکیپتیک که آقای مومو در مورد تاپیک به حرفی که زدید سوالی دارید در خدمتتون بله محبت گفتم من خوشم متشکرم بود آقای مومو عزیزم از خدمت شما در مورد استیج نیوز اپ یک پوش از آقای حسین پاشا که در مورد اینکه فرمان آمده است بعد کسی شما پرسید شما گفتید که بعد از این استام کنم این فرمان در جریان خودم که من بعید نمیشه تو چه یادم نیست ببین مومو جان ایشون از نظر من افکار وهمی داره که واسه چه که خودش برای خودش یک جایگاه فرا انسانی داره سوال شما مطرح کنید لکچر نده سوال از نظر تشخیصی من بیشتر از شما میتونم مطلب بدم راجع به تشخیص روان پزشکی آقای چیز ولی لطفا سوالتون در دو جمله حد اکثر بفرمایید من هم پزشکی هستم که نشکر ادامه میدم ممنون گزارش شما راجع به چاوسین گفت فرمیده هست یا آمده هست شده چرا آیا منظورت این نبود که فرمان از کجا آمده است من سوالت رو تکرار کنید در دو جمله سوالت رو تکرار کنید من منظورم اینه که ایشون خودش برای خودش جایگاه فرمانسانی در نظر میگیره بچه‌ها مهم در خلاف اینکه میخواد اینو پنهان بکنه ایشون هم این جایگاه برایشون در نظر میگیره چرا میگن چرا میگن آقای حسینی که اینکه من تحلیل شده اون اجرا بشه تحلیل که 100 درصد آقا سوالتو بکنید چون اگه لکچر بده سوال چی بود من نفر سوالش سوالش آقای حسینی عارف صوفی پیامبر به گاد متصل آقای حسینی در برنامه آ چاله شو مرسی گارش پس این همین شایعاتی میشن که انسان اول و کوروش فلان اینا هم دروغ داره آقا طرف میخواد بزنه میگه چجوری بزنه بشه اسمش به عرفان تصویرش هست صحبت میکنه میگه خودش هزار بار گفته من وصلم و حلقه و فلان اینا آقا از پیدا کردن نه بابا چند بار گفته من کشفم کردن و چی اینا ببین 8 میلیون هر شوخ بزنید مامو صادق ترین مامو امین به خدا به خدا گفته گفته من کشفم کردن قرار به نگن و یواشکی و اینا نه خدا شاهد گفته من میگم الان به همکارا نمیگم بیا اونور میشه برنامه آخرش نیست مامو جان برنامه آخرش سوال دارم همکارا عزیز برام بفرستید این برات شما الان شو برنامه آخر بیا کانال پاسورد کوش کانال پاسورد اینجا بذار برنامه ریستارت آخر ببینن آقای حسینی اولش میگه من آقا قبلا گفته الان ممکن نظر شما شده باشه عزیزم میدونی چی میمونه مثلا میگم به اسکیپ بیا بذار اسکیپ بیا کجا گفته من به اولویت اصلا بفرستید الان برام نه دیگه یه تلمیکی نه استعاره صاف گفته من انسان به کاملا صاف بگم پیامبر خدا صاف بگم پیامبر خدا مرسی خانم سرایا سوالتون رو بفرمایید سپاس گزارم میگن اسمش سرایا است سرایا چطوری جگر سرایا خانم سرایا شما شما رو نداره مهداد اینو شما دیگه سوال نداره آقا باج خورده دیگه سوال سید تو باگش بیاد خب خانم سرایا لطفا از تو فاش بعد دوباره برگردید آقا باج خورده باشه نمیشنوه چرا تو اینقدر خنگی کو یک بار دیگه به فاندر اتاق توهین بکنی تو فکر می‌کنم تو آدینس باشی پیشو بیا اضافه کن باحال به خدای مامو باحال دارن داشت بابا یارو باج داره بهش میگه برو بیرون بیا که باج داره کجا بشه کشو از اون باگاز که نمیشنوه چه میدونی خایسه یه تو بتا چی میگی تو تفکر نکن لازم داری گروش
من یه گزارش میدم از آقای مومو راجع به این خلع سلاح. اول که اینو بگم که درست میگه، یعنی هیچ دنیای واقعی 2022 فکر نمی‌کنه که دولت هواپیمای خودش رو هواپیمای خودش به خون شک بزنه و انقدر ساده زیرش بکشه هیچ کسی نتونه پاسخ باشه. و تا الان کسی نبود. و این کاری که یه بمب دیگه بزنه یا موشک بزنه یا هر چیز دیگه هم هست، کسی نمی‌دونه. اینا هر روز ورژن جدید از جنایاتو دارن رو می‌کنن. من دوست داشتم ببینم برنامه آقای مومو هم روی استارت واسه خلع سلاح ایران رو توی زمینه مختلف چیه. خودشون توی پلنی که دارن چیزی گنجونده شده یا قرار اتحاد بزنن با سپاه تا چیز کنن کودتا کنن. البته من دو تا پلان گفتم. تو پلان اولی که ما مثلا الان 50 درصد جامعه ببینیم محمد حسینی حسین شما که شما در خانه بمان اصلا لازم نیست دوباره این موومنت حرکت کنه. اصلا این حرفم تونکی اشتباهی اگه بیاری. من اصلا نمیخوام دوباره جنبش شروع بشه. برای انقلاب لازم نیست. همین که حسین به نیروی خودش میگه تموم شده 5 دقیقه اتفاق بیفته. به خودم مثلا خوردن یک لیوان آب گوارا برای ما انقلاب. نمیدونم شما خیلی عجیب میبینید. مثلا شهر ایران رو در دی ماه 96 به آتش کشیدیم. چون آزادی جوی توییتر کانال اینا رو ببندیم. ما خیلی خفنیم. خودش ما خیلی شجاعت داریم. خیلی انسان با خردی. ولی احساسمون رو سعی می‌کنیم نگه داریم. نگاهش کنیم و عاقلانه بریم جلو. نمی‌دونم چرا دوست ندارید واقعیت رو ببینید. چرا فرزندی هستید؟ چرا فانتزی هستید؟ چرا مدام درجاستی هستید؟ نمی‌دونم دوست دارید که همون کاغذ کاهی که روش نوشتید رو استفاده کنید. اما در مورد برنامه اتمی که من با آقای نامبر حقیقی صحبت کردم. ایشون دیگه مشاور زاده شده دولت خاتمیه. که آقای مجلسی همیشه سرش مصدق شده کانادا. میگه آقای مهم‌ترین سوالی که هیچ کسی بهش جواب نداده اینه. با برنامه انرژی هسته‌ای که فیلی هست در این اتاق چه چراغ خاموش چیکار باید بکنید؟ کسی جوابی نداده. مثلا رسالت یه مدام صحبت کرده. تمام دنیا می‌خواد برجام امضا کنه که ایران نشه کره شمالی. جهان رو به برتری نابودی بکشونه همونجوری که نمیتونن با روسیه در اوکراین بجنگن هر کاری که بخواد بکنی کنه یعنی یه بمب بزنه کره زمین بتره که نه چیکار خطرش چیه عزیزم من خطرش رو نام ببر خطرش استفاده است انرژی هسته‌ای و این برنامه‌ها برای موشکایی که داره کولاک هسته‌ای هستن که کجا بزنه که کجا بزنه هر جایی دلش بخواد مثلا یک لیتوانی سر یک کجاست تو کشورم میزنه یا نه قطعاً اگر تو مرز نابودی بره همه کار میکنه نگرانی شما کدومه اسرائیل یا داخل کشور قطعاً داخل کشور دارن اوکی یعنی پس میگی که این موشکا رو بزنه تو اصفهان و یزد و اینا درسته من نمیتونم بزنم گفتم میزنه میزنه و ایشون میگه 100% میزنه یزد رو نابود میکنه درسته اگر تو به وقتی نابودی بره قطعاً برای نجات یعنی خامنه ای دیگه مشهد رو نابود بدون از الان درسته مثلا خامنه ای چیکار من با سپاه کردم خامنه ای که مثلا سپاه دونسته مثلا بندر عباس رو ترکونده با بمب اتم درسته اینو بگی اوکی اون موشکایی که فلاک هست موشک هسته ای میزنه تو بوشه درسته از اینکه دلش بخواد کردستان رو به خاک میکشه خاک خون میکشه نکرده مشهد هم میزنه مثلا گیلان رو به زاوم میکنه درسته نه عزیزم دنیای امکانات با دنیای احتمالات فرق میکنه این میدونی نکرده در مهابات جوان مگه در سوریه الان نکرده نه بمب اتم نزده اینجا نزده اینکه نزده دلیل نیست میدونم تو کجا میدونی میزنه اصلا بر براحت شما دلیل برای زدن بمب اتم چیه بابا اینو تمام جهان داره میگه جمهوری اسلامی در دیفالت پوزیشن یعنی طرف کارو نمیکنه برای اینکه بگه میکنه باید دلیل داشته باشی چه دلیلی هست برای اینکه بگه ما اشتباه میکنه 100 جور مقاله تو صفحه دست بره اگه تو راضی باشی آیا این امکان وجود داره که بنده خواهر شما رو گاییده باشم من حافظ دیشو پاسخ نمیدم آیا این امکان داره که مادر شما رو گاییده باشم من حافظ دیشو پاسخ نمیدم مادر آیا این امکان داره که من مادر شما رو دیده باشم احتمال امکان داره چقدر احتمال داره که من ایشونو دیده باشم خیلی کم ولی وقتی من گفتگو می‌کنی به من میگی مامانمو نمی‌شناسی شما خیلی من در بله شما وقتی که با من صحبت کردید فرض بر اینه که مادرتون نمی‌شناسه خراب نکن اسکی تو داری خودت رو خراب می‌کنی عزیزم قربونت برم شما باید دلایل و شواهدی داشته باشی که این شک ایجاد بشه این قسمت شما کاملا بازنده هست باشه من نمی‌خوام مغلوب بشم جمهوری اسلامی در مهابات بچا من چه نمی‌تونم امروز اینو سازیس بکنم عزیزم آقای خامنه‌ای امکان دارد ایرانو به خاک آقای سلامی امکان دارد که کل کشور رو بمب اتم بزنه این امکان وجود دارد ولی آیا شما این احتمال رو هم می‌دید یا نه احتمال عملی نامصب شما بله آقا چی بتعریف کنم بعد ببین درست میشه همین اشتباه تحلیلی شما نباید امکان بمب اتم زدن سپاه در ایران رو در نظر بگیرید عزیزم جهان داره صحبت مامور میکنه که میگه نه اوکی باشه تو بگو نه جهان داره میگه مامور درست میگه جهان داره برای جهان داره برای امنیت در شورای امنیت شواهد اینا رو برای خارج ساخته نه برای ایران آقا شورای امنیت میگه استفاده میکنه بر علیه مردم خودش شورای امنیت گفته استفاده بر علیه خودش کجا نوشته چیزی کجا میشنجه؟ خب نه عزیزم من حرف نزن شما عزیزم من کار اشتباهه اشتباه داریم ما جهر اولویت ما چیه؟ این ساچمه ها کمتر بخوره تو پر و پای این دختر ها همین چیکار به بمب اتم داری؟ مواقع ساچمه هست؟ مواقع ساچمه رفته بیشتر بود نگرانی شما باید این باشه که گلوله واقعی استفاده نکنه نه که بمب اتم اینا در کردستان عراق اینا با شهاب 3 زدن کردستان با 3000 زدن شهاب 3 زدن ولی کلاک هستی که نداشته که خب باشه اگه برسه برای مردم خودت برسه شما به نظر میرسه برای اینکه رأی خودت اثبات کنی به هر چیزی دستاویز میکنی نکن زشته گفتم این مچوری گفتم یه مقدار نابالغ و خامی عزیزم جوانی یه خورده آروم این ملک مدنی رو میبینی پیر خردمند فرزانه شده شورای امنیت میگه شما گاوی هستین برجون دلش بده ملک مدنی اینو چیکارش کنیم خیلی بچه است ملک مدنی خودش هم زیاده نمیشه ساکتش کرد ملک مدنی شما از تجربه من بگو مرد بزرگی ملک مدنی درست کم دانه ملک مدنی به نظر تو این جوانای پرشور که زر 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 میکنن چجوری میشه خفشون کرد ملک مدنی تو بگو آقای ملک مدنی هم به عنوان ارمن فشار استفاده میکنه وقتش دیگه بزنید چه گوری زد خراجات شاهوار کش قول بیابان شود اگر نخواد بفهمه ماما زمانه حالیش میکنه ماما جان اینجوری نیست که شما بهش نگاه میکنی عزیز من این صفر و صدی نیست جامعه حیفای مختلفی داره
شما صحبت از یه حرفایی میزنید که خودت معنی و مفهومش نمیدونی. میگه گذر از جمهوری اسلامی ایران. این گذر از جمهوری اسلامی ایران معنی و مفهوم عملیش چیه؟ معصومی میگه تو معنی حرفایی که میگی نمیدونی. دقیقاً داشتم به من میگفتم شما خودت درست. آره. اصلا برنامه اتفاق نمیفته. معنی درسته؟ چه؟ ببین عزیز برنامه اول تعریف کن. باش اول تعریف کن. بعد ببین این چیزی که من از طرف دادم بذار من تعریفش بکنم برات. براندازی یعنی سرنگون کردن حکومت مستقر توسط نیروی قهریه مردم. پیش بنداز. بله به روش انقلاب بله فرمایش بکن کاملا درسته. ولی آیا انقلاب هدفه؟ نه انقلاب ازدواج هدف نیست ولی وسیله است. خدا پدرت میامد. اگه تونستیم به روش اصلاح طلبی و رفورم به این نتیجه برسیم. آقا ما داریم صبح باشم میگیم قهریه خیلی خفن. میگیم کشتن. نه تو قصد صحبت میکنم. قهریه است. همیشه قهریه است. آقای ملک مدنی میگه تو خود میشه بیخیال بشی. حتی اصلاحات هم قهریه است. قهریه است کلامی. آقای ملک مدنی خاتمی ابو شکلاتی سید خندان نه. فایز هاشمی نه. تایزاده نه. آقای ماما بله. مالک بله اینو قبول کن، اینو قبول کن که این نظام باید بره. بعد شما گفتید خواستار سرنگون شد. منتها چیزی که میخواهید بیاد همینه دوباره و من اجازه نمیدم بهتون. بله ببینید من اجازه نمیدم. شما رأی من از اون رأی قویاس چون پروپاگیت میشه و مردم میفهمن من درست میگم. من آقای مومو ما حرف درسته. شما حرف ما روشمون فقط متفاوته. بله حرف من مومو درسته. این نظام باید بره چون نظام موهومه. این نظام عملی نیست. جمهوری و اسلامی موهومه. با هم نمیتواند باشد و هیچ اصلاحاتی اصلاحش اینه که اسلامیشو برداری. همین اصلاحش میشه. اسلامیشو برداری میونه نداری. اصلاحات. ما این میشه سوالی. ما این میشه رژیم چنج. جمهوری اسلامی یه چیز دیگه میشه رژیم چنج. ما خواستار رژیم چنج هستیم. اجازه بده حالا به هر حال ارزم یکی بعد مبارزات مدنی چی؟ من پنج گروه تو میخوام بگم اشتباهه. پنجمی چی بود؟ مبارزات مدنی یعنی چی؟ آقای اسکی این حرف من نیست والله. آقا مال تو نیست. یاد بگیرم ازت. مبارزات مدنی چیه؟ من میگم آقا مبارزات مسلحانه همون انقلابه. یه ساب گروه انقلابه. میگم همون دومی باشه. به من بفرمایید که پنجمی که فرمودید مبارزات مدنی یعنی چی؟ که رژیم چه بله. یعنی تشکل‌های سیاسی، صنفی، جریان‌های ارزم به دو تا مرگ. خب میشه اصلاحات ارزم. خب میشه اصلاح نه. خب میشه اصلاحات که تو مجلس تعامل کنن، احزاب میرن اونجا کرسی میگیرن، قبول میکنن قوانین عوض میکنن، میشه اصلاحات ارزم. آقای اسکی رژیم چنج نمیشه از این طریق ارزم. شما انقلاب باید شورش باشه. اگر قانونی باشه که انقلاب نیست، که رژیم چنج چه چیز قانونی که تو نمیتونی رژیم چنج کنی؟ خب شما ارزش گذاری میکنی، میگی اگر مدنی نتیجهش برای من مطلوب نیست بیان بریم انقلاب کنیم. عزیزم رژیم چنج قانونی امکان پذیر نیست. خب نه عزیزم چون قانونا میگه اینو این قانون اساسی ماست. شما نمیتونی قانون اساسی ما این نیست، میشه این قهری است، این دعواست. مدنی نداریم. ما حزب نمیگیم که این قانون اساسی بیخودی اون است. چون کودتا کنیم. خب بکنید. نه آفرین، من میخوام بگم پنج روشه، سه روشه، یکی حمله خارجی، یکی کودتا، یکی انقلاب. تموم شد رفت. چون پنج شدیست هست. حالا رجوعی ستا میگی که کودتا که دست سپاهی نمیشه شاید هم بشه و خارجیه بعد قبول دارم کاملا این دراب دارم مالا سومی رو انتخاب کردیم اشکالی شه که انقلاب باشه. اشکالی نداره انقلاب شما میتونی انقلاب بکنیم نه من میتونم جلو انقلاب بگیرم. آفرین کام با قبول انقلاب ایزم یعنی شورشی که شکل میگیره و وسط کاری که جهتش میده به نتیجه میرسونه. این یعنی هم الان شورش اتفاق افتاده مومنتوم ایجاد شده برای همین من با آقای مومو میگم که لطفاً با آقای حسینی بگید بقیه‌اش رو دست بگیره ببره جلو. ولی نتیجهش همیشه عرضم بزرگتون که آزادی نیست. بله کاملا درسته. نتیجه انقلاب ممکنه قهقرا و نابودی باشه. کاملا درسته. قطعا دیالوگ کار نه قطعا نیست ممکنه، ولی ممکنه هم از آزادی و پراسپریتی و کامیابی باشه. درست. و ما الان تصمیم گرفتیم ریسک رو بکنیم، چون اگه ریسک رو نکنیم میافتیم تو دره، هممون نابود میشیم. اکوسیستم که دانسته تا 20 سال دیگه از بین میره. دانسته اوکی حتما اکوسیستم نابود میشه تا 50 سال دیگه حتما. برابری چون داریم میافتیم تو دره یه امیدی هست. ممکن آب خاور باعث زندگی 25 سال دیگه آب یه قطره آب هست میخوره دیگه. اوکی درست این حرف، ولی بعضی از ما تصمیم گرفتیم بپریم بیرون. درسته که اگه ببریم تو 50 سال دیگه ممکنه هلک و تلکی بکنیم، ولی بعضی از ما تصمیم الان اگه بپریم امیدی وجود خواهد داشت که کشور رو برای بچه‌ها و نوه‌هامون هم کامیاب خواهیم کرد. ما جزو پریدن بیرون آییم. شما نمیخواید بپرید، ان شاء الله شما تصمیم بگیرید بپرید. نه خیر، اگه پریدید رفتید جلو ارسن دو تا ما بهتون میپیوندیم. آفرین پریدی بیرون. الان اون مومنتوم و تیپینگ پوینت ایجاد نشده. شما موافقم؟ شما قشر خاکستری هستید، حقم دارید. اولا سنتون، اولا تجربتون، اولا میزان ریسک پذیریتون، اولا نمیدونم آ این امید با آینده تون، اینا رو برای حساب باید بکنید. کاملا حق دارید. با بررسی اوناتون ذهن رو کردید قشر خاکستری رو گفتید که این خیلی عظیم چه جوری میشه موبیلایز کرد. حق با شما. ما به تیپینگ پوینت نرسیدیم. وقتی اون تیپینگ پوینت برسیم همه میریزن. یعنی بعد از اون تیپینگ پوینت بخور 3 روز بعد حکومت کشور دست ماست. الان به تیپینگ پوینت نرسیدیم هنوز. ببینید وقتی که صحبت از ارزان بزرگتون که اصلاحات میشه آقای مومو آقای سید نتیجه میگیرن دوستان که شو وضعیت موجود مطلوبه یا استمرار طلبی یا این حکومت رو میخواید. اگه در یک بحث منطقی باشه آقای مومو، اگر این جمعیت شهر تهران که 15 میلیون فرض بکنیم 1.5 میلیونشون میان کف خیابون میتونن حکومت هم عوض کنن. شما التماستون اینه که چرا مردم نمیان؟ میگه چرا اصلاح طلبان استفاده نمیشید؟ بله کاملا همینه درسته. و بعدم فکت میاری
نه مامان نمیگه، مامان نمیگه، من اینو میگم و مامان چه کلا میگه همینا برگردن که اومدن. من میگم به من فهمید سوالتون چیه؟ لازم به آقای مجدنی پس بگیرم. آقای مجدنی پس نمیشه. یه چیزی رو ایشون میگه ما باید سه گفتمان سه مامان خاطر میگه. ایشون حکومت اسلامی میخواد. دروغ داره میگه. همون ایشون همون گفت. اجازه بده. آقای مجدنی لازم بشه. ایشون فرقی کردن میتونه همون گفت. من اسلام تلفظ با زربرر. بعد میگه لاشو باز نکنید ببینید. ایشون دلایل بسیار محکمه پسندی داره، میگه جوانا کشته میشن، ما دیگه ولش کن، این یه چیزی که میشه لرد هلپلسنس، این طبیعیه در این سه گروه سنی، کاملا طبیعیه. 40 سال بیچارهش کردن، این بعد خدا میگه بابا ول کن همین، حالا یه ذره کشکلش کن، بس خوبه دیگه. خب ایشون اصلا تحول خوان نیستن، ولی روش نمیشه بگه، ولی اصلا طلب کلام زشتی اگه بگه اسمش بشه تحول خوان. بابا چه شده باشه، من همچنین خاتمی اگه افتاد بابا جان، مامان مرد با علی عاشق تو هم هستم، مرد با علی هستی، چه اشکال داره؟ مامان لطف کنید میگم بگی آقای مجدنی نمیگه، میگه که چرا خاتمی نیاد ولی گفتمانش من زیر دبرم نه 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 اجازه بده من بگم حرفمو. آقای خاتمی، آقای خاتمی صداقت داره پاکه، ولی ترسو بزده میخوای است. اوناشم میگم، اوناشم میگم، اوناشم میگم مثل گلی یا آقا گلی هستا، آقا گلی ها میخوایه ولی بسیار انسان شریف. عاشق سعید امامی هم بود، عاشق قصر زنجیری هم تو خود من گفتم ببین عزیز، دست خونه من اینجوری بالاست، تو دنگاسی نفته با تو کارنامه ثبت کن، من قصر زنجیری پس می زنجیری، ولی اذعان می کنم آقای خاتمی 20 سال پیش، 20 سال پیش گفته ولایت فقیه یک اختلاف نظر فقهی است، روش اتفاق نظر نیست، ولی چون در قانون اساسی مملکت آمده است من قانون پذیر عزیزم، ایشون بیخایه است، چون به عنوان روحانی باید بگید یک بدعت است و مبدع باید مرد از بعد ارتداد بدتره، باید کشته بشه. آقای خمینی و آقای خامنه‌ای باید کشته بشن، ایشون میتونه اینو بگه چون بلده، خارج خونده، ولی من که 3-4 ماه تازه آشنا شدم اینو تازه فهمیدم، ابداع کرده در شیعه، حکم ابداع از مرتد بدتره، باید داغونش کرد. آقای خامنه‌ای و آقای خمینی اینا کافرن، ابداع کردن در شیعه. عزیزم دارم میگم من فتوای من به آقای گلی، من گفتم تو میتونی مفتی بشی، به خدا به قرآن به من گفت بلده باشه. آقای گلی باشه میدونم، به من حتی پیشنهاد کرد پیام نور برم دوره درس خارج بخونم، آمو بزنم. ببین آقای خامنه‌ای و آقای خمینی عزیزم چی گفت؟ آقای گوش کن، آقای خمینی میگه تو وبسایت شما رو ببین، میگه که اختیارات ولایت فقیه برابر است با اختیارات رسول الله و کلامش همسنگ است با کلام الله. خود رسول الله کلامش همسنگ با کلام الله نبود، بعضی از کلامش همسنگ بود، اون که بهش وحی میشد. ولی آقای خامنه‌ای وقتی میگه واکسن ایران خارجی ممنوعه، یعنی گویی که گفتی الف لام میم. ایشون مرتده، ایشون ابداعگره، ایشون ریده به اسلام، همون یه ذره اسلامی هم که ننتونه من با تصویش بشه اعتقاداش ریدن بهش مال قبا. در حکومت سکولار آینده من اسلام رو مجدد زنده میکنم براتون. کسافتا شما حق دارین از اسلام میخوشتون بیاد برن پس خونه دلتون استفاده کنید، مثل آقای مشتبه واحدی. عشق بنده، عشق بنده، من از حق ایشون دفاع میکنم که مسلمان باقی بمونن، ولی به دستگاه منم یا نه ایشون به امام زمان وصله و اختیارتش برابر رسول الله کلام الله کلام فکر نکن دارم زیادی میگم، من میدونم دارم زیادی میگم، ولی این باید مغز انسان ها بره، مثل جمهوری اسلامی آری رفراندوم جمهوری شده، این باید کلم یکون بشه، کلش برگرده، قانون اساسی برگرده از اول، گیم اوور. نمیفهمید اینا رو؟ اینا فرمایید نه من فقط دارم دیگه دو جمله برای شما بگم فروشه. بفهمید خانم فریما و خانم سرایا قبل از شما سعی بدید من خانم فریما رو هم بشنوم که دیگه دوستان روسی زیاد نشه. خانم فریما دعوت دادم مامو جان، فریما جان بفهمید صدا منو دارید؟ بله خب خانم سرایا شما صدا منو دارید؟ خب من دیگه میفرستم پایین دیگه، چون خانم سرایا من شما بارها صدا کردم متاسفانه جواب ندادید، خانم فریما هم جواب ندادن. خب سعی خدمت شماست، من خیلی پایین لطفا تیکونگیش نکنید، در مورد فایل اگه سوالی از آقای مومو یا اسکپتیک دارید بپرسید. این کلان اصلا میذارم سنتونو خیلی فریم زدنتون، یه بچه 3 ساله بهتر از شما بده بزنه، دومی من نبودم، شانتون مثل گاو والیش نیست، من نمیشناسم شما، اون اصلا بلا برز خود میشه. مامو جان میشه خفشی؟ مامو جان اسکپتیک بمونید، مامو جان مامو جان خدا شاهد اقدامت صحیح نبود عزیز، بذار خود صحبت کنیم، حالا که به جای قشنگ رسیدید بچا باور کنید ان شاء الله سوال خوبی الان میاد، بعدش تذکر میدم دیگه زنت رو بده به اسکپتیک، تا موقعی که مادر خواهر تو هستن زن من اصلا کورا شما مادر خواهر چه گناهی کردن؟ چرا بچه‌ای تو ببین شاو جان زنی من چه گناهی کرده؟ زنی تو خارجی خوشگله، اون چی میرزه؟ با حرف اینا با حرف اونیش کشکلی میکنه. کوروش زنی تو آلمانی خوشگله، اون با مامانی مواجه شده. سوال بسیار زیبا بود عزیزم، کلاشینکوف نیست که شما رو پیروز میکنه، کلاشینکوف استراتژی برای کنترل نیروی سرکوب با کشتن نیروی سرکوب، ولی همین کار با قدرت میشه، با تعداد زن بچه، بچه که زور نداره که زن و بچه یکی جوری نداره، فیزیکی نداره، بیا تو خیابون روسری رو بردار اوکی، زنم که دیگه رو کیو سر بابره اونم جای منم سر بابره قرن تو خر میشه فهمیدم بشیرو قرن دادن یه دام دام بدام کوسک زنه همشو قرن زن جماعت مهمونی رفتی تا میگه دام کوسک با میشه به مردم میپاشم یا چی چی من حال نداره کلا، ولی زن شاد زنده است، میگن شادی کنن نیروهای انتظامی میگن خور کوسک میرفتن تو فکر کل ایران برخصن پشمشون میریزه هفت شب هفت شبانه روز شب برخص کلاپس میکنه سیستم اگر حرفتون براندازی، ولی بعدش میخواد بشه تو رو خدا حواستون باشه من فقط صدا کنم کمک کنم. نه براندازی بعدش دیگه کار نداریم فعلا بریم نه 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 اشتباه همینه عزیزم اشتباه همینه ولی من کمکتون میکنم چشم.
اس که اجازه بده آرش هم بشینه، من مامورم دعوت کردم بالا. این بار اگه توهین کنه به جای اینکه مامور رو من بندازم پایین، استیج رو میدم به شما، خودم اتاق ترجمه میکنم. بچه‌ها ادامه بدید. آقای گروشمنش. آقای آرش شما بفرمایید. سوالتون از آقای مومو بفرمایید. آقای مومو الان بیارمش بالا. مومو جان دستو بلند کن عزیزم، بیارمت بالا. لطفا دیگه فوش نده دیگه، تو که میره میز پایین. من نگا نمی‌کنم. آقای اسکیپتی. آقای اسکیپتی. ببین به زن من، به خواهر من، به مادر من، هم شما فوش دادی، هم خود خواهر مادر تو. من برای فوش سپاسگزارم. من برای فوش ناراحت نمی‌شم. من رو گذاشتید بالا که استیج رو مدیریت کنم. میکروفونم رو باز می‌کنم، به من میگه خفه شو. خب پس بگو برو بیرون، استیج رو به دست ما بده. من به این اعتراض دارم. چه خلی بیا بالا کارت دارم. آقای ماهور نیست اینجا. ماهور اگه هست بلند کن. آقای چیز کورش منش، شما داروین رو میبینید؟ داروین رو اگه میبینید با سربند یا اسکیپتیک ایشون بیارش بالا، من نمیبینمش. تو دست کن اجازه بفرمایید من با اون یک اکانتم اول مامور بیارم بالا. بعد بسیار من اگه داروین رو بتونم بیارم بالا میتونم کمک کنم در جریان. نوبت آقای آرش. آقای آرش صحبت نمی کنن عزیز. یه من اندازی با اینا دون برام. آقای آرش من شما با اسکیپتیک خودم برم رو من مدیرم. نه بمون کورش بچه بازی برن. کلکل نکنید بابا، کلکل نکنید دیگه، کلکل نکنید. بله آقای آرش تو 3 ثانیه فرصت دارید میکروفون رو باز کنید. آقای آرش 3 ثانیه، 1 آقای آرش 2 آقای آرش 3 برو کوسن نرات. نفر افراد دیگر بیا بالا لطفا. سریع افراد دیگر بیا بالا. این داروین کجاست؟ آقای گلی تشریف بیارید بالا. آقای گلی قبلا دعوت کردید. این داروین کوش. داروین بیا بالا. او دعوت کردید. اوکی داروین من اگه با اجازهتون بالا کنم بتونم افراد دیگر بیارم بالا. یارو میفهمم شما چی میگید. ممکنه شما اشتباه خفش کوس کنید. چرا وقت نمیذارم حسابی؟ ممکنه که تشخیص من غلط باشه. بله. ولی هدف من اون وسیله رو توجیه کرده بوده. بله کاملا درست. ممکنه در سیستم قضایی بگاشو گوک کردیم چرفی رو. بله بله بله. ولی در نظام اخلاقی بنده منم که تصمیم میگیرم، نه کسی دیگر. صدا من داریم. بله بفهم. بسیار. آقای مومو دلیل استفاده آقای حسینی از مولانا و تو این دست حالا بحث عرفا و اینها چی؟ البته ایشون میگه ارتباطی نداره، اون یه جنبه دیگه است، کاری به سیاستش نداره ایشون میگه. اون یه اتاق دیگه است، اتاق عرفان. مولانا اینا اون یه اتاق دیگه است، اصلا اپوزیسیون. آقای ارتباط به سیاست و روش اپوزیسیونشون داره یا نداره؟ اصلا به سیاسی نداره. آقای سایه داره داشتید آقای شما یا نداره؟ آقای سایه داره داشتید آقای شما داره؟ بله 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 داره. مثال بزنید. مومو جان شما دارید دو تصویر میکنید رو. مثال بزنید. اصلا سند شما چیست؟ ببینید بارها از حکومتی که ایشون صحبت میکنند مثال های در ویس های مختلف در دروس مختلفشون مخصوصا از برنامه 50 به بعدشون دارن که برنامه 50 چی ریستارت. بله بله ریستارت برنامه عرفانی. من دارم اپوزیسیون سیاسی برنامه سیاسی از اون استفاده میکنه. آیا برنامه 50 مامو جان از برنامه 50 اش در برنامه های عرفانیش استفاده کرده برای سیاست؟ بدون چی برنامه عرفانیش بود؟ آقا برنامه عرفانی میگه استفاده کرده در جهت سیاستش. بله بدون چی میگم در برنامه حرفشو بزنه، حرفشو بزنه. بله به جد ایشون استفاده کردن، مثال هایی رو دارن از حکومت های زمان فردوسی، از شاهنامه فردوسی، بارها مثال هایی رو میارن از زمان شمس، مولانا، استفاده های از ابزاری از حافظ، سعدی میکنن در باب حکومت آینده آقای حسینی و مثال هایی که از این باب دارن. چه اسم یعنی استفاده عرفانی خواهند کرد برای ایشون؟ من خسته نمیشم پاسخ دادن از تو ماکی من اومدم. تو خسته نمیشی از زر زدن؟ خواهش میکنم، خواهش میکنم، یکی پشت نده. دو انرژی من رو تلف نکن. اسم هستم تو انرژی تلف هم اگه میشه استاد شامل دو بخش اپوزیسیون سیاسی و یه بخش عرفانی. در بخش عرفانی حسینی چون همه چیو بگه مثلا گوش نمیکنه، میتونه از سعدی مولانا رو بچسبونه به خودش، میتونه بچسبونه به من، میتونه که مامانم خیلی خوبه پسر خوبی، اصلا اینو گوش نمی. در مورد اپوزیسیون یه استاد برنامه شب خیران گوش نمی، صورت دیگه است تو امپراتوری کوروش اینا رو داده شاش بود، اصلا چیزای دیگه. شما از اون باید از من صحبت کنید. یه کسی در مورد کنج خونه کنج دل شما از سعدی مولانا و حافظ صحبت میکنه که اتفاقا با کاشری ایرانی هماهنگ از خودش نمیگه، از مولانا و سعدی میگه. اگه حتی نتیجه بگیم ایشون برای جلب اعتماد داره این کارو میکنه، بس استفاده است. خیلی تو دی پوینت به شما توضیح دادم ولی میخوام نفهمید. وقتی میخوام نفهمید من سکوت کنم دیزاین. من گفتم در مورد برنامه سیاسی از من سوال بپرس. عرفان اصلا نمیدونم عرفان چیه. سعدی در مورد فیزیک میدونی آقای محترم، تو با چی میدونی با صحبت کنم؟ در مورد برنامه سیاسی آقای حسینی اگه سوالی بپرسی بفهم. ایشون چرا خب جلب اعتماد میکنن از نام شمس و عرفا؟ بعد چه پارادوکسی داره که میان از متافیزیک هم برای من تعریف میکنن از برنامه 70 80 اگه ما برگردیم بگیم ما قرآن نظر برداشتیم پوست رو بر بوزان گذاشتیم، اون میگه خرام میگم بوزان گذاشتیم. آیا شما از شعر استفاده کردم؟ من برای خودم اعتبار گرفتم از حضرت جامی مولانا. خیر ساده نباش هم مثلا بوز نباش هم مثلا نگولم. بریم سوال بعدی. سوء استفاده میکنه. حالا من اصلا بالغ نگیرم حسینی، خیلی بد ال سوء استفاده فلش خوب. من برای دفاع از مامو بگم مامو حق داره. انسان که یک بود نداره، انسان مهارت های زیادی میتونه داشته باشه، انسان مثل من میتونه جنرالیست باشه. برای من اینجوری نیست که بگی که چرا از این حرف میزنی چرا از اون. من اگه نگاه بکنی توی کلیپام از همه چی صحبت میکنم. خب اینجوری نیست که فقط باید چیزی صحبت کنم، نه. آقای مامو میگن که من در مورد مسائل سیاسی و اپوزیشن پارت صحبتشون میتونم پاسخ بدم. اینکه چرا ایشون متافیزیک صحبت میکنه نمیدونم و ارتباطی هم با جنبش سیاسی ایشون نداره. آیا سوال ایشون جوابش به شما قانع کننده است؟ به نظر من هست. آقای اسکتی، اگر آقای حسینی بحث عرفانی و استفاده از افرادی که در این موضوع هستند رو ربط بده به حکومت آینده، آیا این کار سوء استفاده میباشد؟ ببین ایشون میگه که من شواهدی ندیدم، ولی اگر باشه هم من میگم سوء استفاده نیست. اگر ارتباط داشته باشه چرا میگه سوء استفاده است؟ خیلی آدم گذشته مومو، خیلی چرا فیلم سوء استفاده است؟ مثلا میگه تو عرفانی باشی شما آرامش پیدا میکنید، مدیتیشن میکنید، بعد میتونید با تمرکز بهتری مثلا حمله کنید. چرا چرا آقای اسکی من چه دو سه سال گذشته تمام ویسای حسینی رو اون زمان که اصلا هیچ کسی همین آقای مومو لایو میذاشت 50 نفر تو اینستاگرام، یکی از اون دو مال داشت. من بودم اون زمان که تو خونه نشستی تو سرما پست چرم بود، چرمش کن اینا رو میگه. اون زمان به خاطر اینکه استیج رو به دست بیاری میومدین صحبتی از مولانا شمس میکردی که جامعه الیت ما رو زیر نظرت میگیری. الانی که شاید اسم در آوردین دیگه اونا به کیرتون شدن. ما به خاطر باش من جواب میدم. نه اصلا ایراد منطقی رو سازم. بله اون موقع اصلا فوکسش اونجا بود
شده الان مدرسه سیاسی شده. نه به نظرم اگه بعدا ما یاد بشه اومده بودم فوش میدادم و اینو میزدم اونم زدم دارم خود آدم میشم. اگر کار وقت بذاری ولی طور بی بوده ببین نمیرسیم. خواهش میکنم که برید سه تا نفر گوش دارم بشنوید بعد حالا من لیمیت سیستم بفهمید این بچه‌ها. مرسی مرسی. یه سوال داشتم از آقای حسینی، این که طرفداراش رو دعوت می‌کنه به قهریه و استفاده از سلاح. آقای حسینی چطور این مسئولیت جان این افراد رو به عهده می‌گیره؟ سوال من مثلا عزیز ما این اولش مثلا ما نشستیم با اسکیپتی بررسی کردن جای ایشون میگه ایشون میگه این فورم دیسیژن مسئولیتش به خود فردی که انتخاب میکنه کار میکنه فرد کاملا میپذیره که در راستای حسینی رکاب بزنه اون مسئولیتش هم با خودشه چون پذیرفته این مسئول اتفاقا عاشق این داستان هم هست که به شرطی که این دیسکلیمر واضح بگه و بگه هیچ کانفرسیشنی هم هیچ جبران خسارتی هم براتون نخواهد بود اینو صاف بگه. هر کسی بنا بر تفکر شما من نمی‌خوام این نفر جواب بدم. یه لحظه بده من لیمیکو بگم شما اجازه بدید قرار نیست ما استفاده برای شما باشه. استفاده بدید ببینم مردم خودشون اذیت میشن. من با آقای انعام بهشتی گفتم اینا ایشون به مرد بسیار خوب بسیار شجاعی گفت آقا انقلاب قهری است باید کشته بشید. من گفتم آفرین میشه شما اولین نفری هستید که میگید ولی آیا با ما آنالیست و کسی که طرح دارید طرح کامپنسیشن هم دارید جبران خسارت دارید برای این افراد؟ نه گفتم شما بی شرفید بس چون باید اینو بگید گوش کن آقا حسینی تو خوبه دارم میگم دارم دفاع میکنم از شما آقای حسینی زودتر من کلامم بعدم کلام من بهتر از شما صاحب کن ببین آقا من جواب بدم نمیخواد تو جواب بدید آقا اگر مردید بکیرم و این عالیه فوق العاده است به شرطی بگه مثلا بهشتی نباشه که نگه چون من برام بشه بی‌شرفی منم پاسخ خودم گفتم و شبکه‌ام نذاشت. خیلی خوب دارم تعریف می‌کنم از حسینی کشتنه مایتو بگم بزن نفر بعدی سوال مؤدبم باش مؤدب باش تاکید کردم اگر مؤدب نباشم می‌خوای شیرمو بخوری با چی بخوری اگه مؤدب نباشی اگه مؤدب نباشی دیگه ببینید اذیت میشه منم میرم دیگه چون که حسین ننگ بخند همین الان برو فکر کنی مردم اون کیریا کیری کوچش عمرم بخندن بالا قبه بعد علی بنده اومدن چون که برو کوچش ننگ برو گمشو برو گمشو بس چیزی از مطابق نداره آقا من ببین منو هرگز یک ایرانی رو تهدید نکن لیمیت جاسالی نداره لیمیت جان هر کی بمیره اینو بهش میگن انفورمد دیسیژن یعنی تمام کانز اند پروزش رو بهتون گفتیم خوبیاشو بدیاشو گفتیم شما با عقل خودت تصمیم گرفتید برنامه تمام مسئولیتش با شماست الان توضیح دادی یه بار بعد اگه از کلمات فارسی رو به انگلیسی